بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم، برنامه امروز جمعه 14 ماه آگست سال 2015 میلادی و برابر با 23 مرداد ماه 1394 رو با هم شروع میکنیم و امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای بابک هروی خواهیم بود و ساعت 4 بعد از ظهر ویدیوی آقای حسن ارشاد رو که از ایران تهیه میکنن و میفرستن به شما نشون میدیم. شما هم اگر مایل هستید مهمان برنامه باشید یا خودتون برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم، میتونید با ما تماس بگیرید. بسیار ساده است. همیشه گفتم اگر سربی میتونه برنامه داشته باشه، شما هم میتونید. اجازه بدید تشکر کنم از اونایی که مخالف گفته ها و باور من هستن ولی برنامه رو هر روز نگاه میکنن و احتمالاً چند بار هم نگاه میکنن و من ازشون ممنونم و خوشحال میشم که نظراتشون رو بشنوم، یا وسیله تماس تلفنی، ایمیل، یا اینکه اصلا زنگ بزنن مهمون برنامه ما باشن. ولی اونایی که مخالف شخصی من هستن، من پیشنهاد میکنم که اونها یک راه حلی برای خودشون پیدا کنن، یک داروی، دوایی، دکتری رو ببینن تا بلکه مقداری از این به اصطلاح زجری که خودشون به خودشون میدن نجات پیدا کنن. ما هیچ کس رو با زنجیر و تناب روی صندلی نبستیم و 10 تلویزیون رو روشن نکردیم که 10 برنامه من رو نشون بده. هزاران تلویزیون هست، حداقل 100 برنامه ایرانی و تلویزیون ایرانی هست. برید اونی رو که دوست دارید پیدا کنید، تماشا کنید و حمایت کنید. صحبت از حمایت شد، اجازه بدید که من از این دوست ارمنی آقای پتیک نازنین تشکر کنم. چهارشنبه میخواستم در مورد ایشون صحبت کنم ولی انقدر لطف ایشون زیاد هست که ما تا میخوان از اون یکی تشکر کنیم، لطف بعدی شامل حالمون شده. هر وقت که گفتیم احتیاج به کمک و حمایت داریم، ایشون بدون هیچ مزایقه درست میگیم دیگه، آمده جلو و کمک کرده. ممنونم. حالا اگه به شما نشون بدم که این آقای پتیک که آگهیاشون هم دیده بودید، هندیمن در تلویزیون مردم بود. میبینید این جک همره، جک همر، این پنکه نمیذاره. جک همر یه وسیله هست که مثل پتک و تیزبر ولی یا برقیه یا با به اصطلاح فشار باد کار میکنه و ایشون احتمالاً یا اینا رو داره یا میره کرایه میکنه، چون یه چیز خوبی که تو آمریکا رسمی شما میتونید وسایل رو کرایه کنید و خیلی هم بهتره. شما بهترین وسایل و جدیدترین وسایل رو کرایه میکنید. البته برای وسایل خوبه که شما once a while، یک بار برای چند مدت بخواید، ولی وسایلی که هر روز استفاده میکنید شما نمیتونید، پول کرایه‌شو انقدر زیاد میشه که ضرر میکنید. در صورت ایشون نوشته که کاگو جون، این هم از عملگی دیروز، باز هم شکر. آن چرخ را هم که در عکس دیدی شاپینگ کارت است که من تبدیل به چنین چیزی کردم. هنر نزد ایرانیان است و بس. بعد خودشون هم نوشتن زرشک شیر مادیان را ندهند به اسب. من هیچ وقت این قسمت دومش رو نمیدونستم. در اصل نوشتن موفق باشید. حالا اجازه بدید قسمت اولش که دوشنبه بود، یا بله فکر کنم دوشنبه بود، اون نامه رسید. نوشتن که سوربی جان، چک ناقابلی ارسال میگرده. شاید با گفتن شما مردم کمی به خود آیند و راه کمک را یاد بگیرم. به شخص فنی چه 1 بدهی چه 1 بگیری. اون موقع میگفتن به فقیر چه 1 تومن بدی چه 1 ازش بگیری، زندگیش عوض نمیشه. ایشون اون طبع به اصطلاح نویسندگی و طنزی هم که داره در این گنجونده و گفته به شخص فنی چه 1 بدهی چه 1 بگیری، هیچ فرقی نمیکنه. به علاوه ما ارمنی ها یک مثلی داریم که میگوییم پول نداریم ولی به جهنم میریم میخریم. موفق باشید. کاگو جان، به مردم بگویید چطور 40 پول چلو کباب میدهید و 10 بعد بگذاری زمین. 10 که نه، بیشتر طول میکشه. من سالها پیش در تبلیغی که داشتم نوشته بودم از تنگی چشم فیل معلومم گشت
آنان که غنی ترند محتاج ترند. درباره مرغ هم همینو میگن، هر مرغی که چاق‌تره تخمایی که میذاره تخم مرغش کوچکتره. یک روز کار کردن برای چهار برنامه دیدن والا ارزش داره، البته برای من و خبر از دیگران ندارم. خب دوستان عزیز، من چند مدت، یعنی دو هفته پیش درباره کتاب صحبت کردم و فکر میکنم تنها راهی که میشه ما ایرانی ها رو به کتاب خوندن تشویق کرد، کتاب گوش دادن هست، مخصوصا اونایی که در راه و مسافرت و ساعتهای زیادی تو ترافیک و این برانور میگذرن. الان چند سال هست که کتاب ها رو به صورت آدیو یا به صورت صدا در میارن یا روی سیدی. من براتون گفتم مثلا در سفری که داشتم میرفتم کانادا این رو خریدم، بیل کلینتون مای لایف، زندگی من، نوشته شده توسط بیل کلینتون و 6 تا سیدی بود و اون موقع که دلار کانادا خیلی ضعیف بود، 50 دلار کانادا یا 35 دلار آمریکایی. حالا دیگه من چون اینو گوش کردم و اینها، اگر کسی از شماها خواست بالاخره یه مبلغی به تلویزیون مردم کمک کنه، حمایت کنه، ما اینو براش میفرستیم. به زودی میخوام عکس کتابهایی رو که در کتابخونه تلویزیون مردم داریم روی یک صفحه بذارم و هر کدوم از شماها میخواین به اصطلاح با پرداخت یه مبلغی به صورت حمایت ما اون رو براتون بفرستیم. این رسمه در تلویزیون‌های آمریکایی، مخصوصا اونایی که وابسته نیستن به کورپوریشن‌های بزرگ و دست نشونده نیستن و میخوان مستقل باشن، از مردم و از بیننده‌هاشون به اصطلاح تقاضای کمک میکنن. دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، به من گفت که آقا برنامه‌های دکتر نصر اصفهانی اینقدر مقام والا و بالایی داره، شما در موردش نگو اگه کسی میخواد حمایت کنه و سپورت کنه، مردم خودشون میان. گفتم نه آقا، اجازه بدید تا من یه چیزی رو برای شما بگم. مردم از مادر دیگه دلسوزتر نیستن، بچه تا گریه نکنه مادر بهش شیر نمیده. بعد برنامه های آقای دکتر نصر احمدی رو شما مقایسه کنید، برنامه هایی رو در تلویزیون های پابلیک آمریکا میذارن، به چه خوبی هنرمندانی میان، به چه مقام والایی، ولی برای مای 6 دلار تقریبا میشه گفت التماس میکنه، خواهش میکنه از مردم که بیان. طرف مثلا کمپوزر، رهبر ارکستر، میاد توی کانال های موسیقی کلاسیک و از مردم تقاضا میکنه، میگه اگه میخواین این برنامه هم برای خودتون باقی بمونه هم دیگران استفاده کنن، مثل میزنیم مای 5 دلار، سالی 60 دلار کمک کنید. اینم از این ماجرا. یکی از دوستان، یکی از بانوانی که قبلا هم لطفشون شامل حال تلویزیون مردم بوده، اون روز زنگ زد و گفت آقای سوربی من ماهی چند کمک کنم؟ گفتم ماهی 1 پنی، ماهی 1 سنت. گفت نه اون که نمیشه. گفتم خب هر چی خواستی. گفت اونم نمیشه، شاید من بخوام 1 میلیون دلار. گفتم اون میشه، چرا نمیشه؟ شما 1 میلیون دلار بفرست، اگه ما قبول نکردیم، اگه ما خرجش نکردیم، بعد بگو این سوربی دروغ گفت. بعد گفت نه یه چیزی بگید که بشه. گفتم ببینید اینجا ما گذاشتیم همت عالی. همت عالی یعنی شما نگاه میکنی به جیب خودت، به درآمد خودت، به حالا نمیگیم حظ بصری که میبری از، یا نمیدونم سمعی و بصری که میبری از تلویزیون مردم، اون قدری که از تلویزیون مردم استفاده میکنی میگی خب من اگر یه سینما میخواستم برم 2 ساعت 13-14 دلار باید میدادم، یه مشت خوراک چاق مریضی هم بهم میدادن، نوشابه و نمیدونم اینها، میشد 30-40 دلار. خب حالا 10 دلار اینجا 10 دلار اونجا، ماهی اینقدر. و ایشون گفت که خب من 240 دلار برای 1 سال ارسال میکنم. من قبل از اینکه چک ایشون به اینجا برسه ازشون تشکر میکنم و ممنون و متشکرم. باور کنید شماها وقتی یه پولی کمک میکنید ما همون موقع میریم خرج میکنیم. همین امروز صبح رفته بودم بست بای و به این فکر افتادم که باز اون سیستمی رو درست کنم که اتفاقا همین خانم کامپیوتر مک داره یا اپل داره و نمیتونه برنامه های ما رو زنده ببینه و الان بنده خدا از طریق تلفن داره گوش میده. برنامه ها رو به صورت تلفنی میتونید ببینید. من الان این رو براتون شمارهشو بذارم اینجا، اگر در آمریکا یا انگلستان باشید یا از این تلفن‌های مجانی یا ارزون داشته باشید میتونید، اگر اینترنتتون محدود هست یا
کامپیوتر در دسترستون نیست، فعلا با تلفن هم صدای برنامه‌های ما رو بشنوید. به این دو وسیله، یکی تلفن، یکی از طریق کامپیوترهایی که سیستم ویندوز دارن، شما میتونید برنامه‌ها رو چه مستقیم چه بازپخش ببینید. این هم از این. و اما 28 مرداد که امروز 23 مرداد هست، سالگرد اون فاجعه بزرگ آتش سوزی سینما رکس هست که خمینی توی یه صحبتیش گفته بود که رژیم شاهنشاهی اون آتش زده تا مردم رو چیز کنه، ولی توی مدارکی که بود و دادگاهایی که بود و اینها، و مخصوصا با این که خود آخوندها گفته بودن که آقای احمد خمینی در قم یه سینمایی رو آتش زده، بیشتر این به اصطلاح به اونها رفت. بعد یکی دو نفر آمدند و گواهی دادند و صحبتهای زیادی هست. حالا اگر فرصتی بشه از دوستانی که مثل آقای بهرام چوبین که ایشون کتابی نوشته حتی در این مورد، دعوت میکنیم تا در این مورد صحبت کنن هفته آینده. اگر شما هم نه مثل این آقای پیرامون، چی بود، آقای رضا پیرامون میگفت بله ساعت 2 شب به من خبر دادن، اصلا این مش دروغ، بعد میگم 600 تا جنازه اون، اصلا تو کی بودی که بری اونجا؟ خود اینا یکیش میگه 370 تا، یکیش میگه 450 تا، یکیش میگه 600 تا، یه نفر نیست که بیاد بگه آقا این ظرفیت سینما رکس آبادان، تعداد صندلیاش اگه همه فروش میرفت، که اتفاقا همه بلیطام فروش رفته بوده، چون فکر کنم ماه رمضان بود، با وجود که تابستون بود 28 مرداد، من یادمه اون موقع درست روزی که این خبر رو شنیدم سرباز بودم در لشکر 92 زرهی اهواز و توی پادگان اهواز من این خبر رو شنیدم. در هر صورت دوستان، اگر کسی هست که اطلاعاتی داره یا اطلاعاتی رو رفته کسب کرده، مثلا آقای بابک هروی معمولا این کار رو انجام میده، به صورت یه محقق میره دنبال این برنامه ها و میاد صحبت میکنه. صحبت از بابک هروی شد و اون یکی دوتا ویدیویی که در رابطه با زیردریایی بوده که قبل از انقلاب در زمان شاه سفارش داده بودن خریدن از آمریکا و آمریکا اینها رو نداد و اینقدر این دست اون دست کرد تا بالاخره اون ماجرای گروگانگیری پیش آمد. و در این رابطه یکی از دوستان لطف کرده به نام آقای تیمور گلچین، اگه اشتباه نکنم گلچین رو مطمئنم، ولی حالا به اسم کوچیکشون رو مطمئن نیستم، پیامی گذاشتن. با هم این پیام رو بشنویم در این رابطه. اگر آقای آریانپور هم با صحبتی دارن، هفته آینده میتونیم با ایشون باشیم و صحبتهای آقای آریانپور رو هم بشنویم. من باز هم ممنونم آقای گلچین عزیز، شما چندین بار لطف کردید، زنگ زدید و هر بار میگید که من نتونستم با شما صحبت کنم. باور کنید اگر پیام بذارید مثل اینی که با من صحبت میکنید، با این تفاوت و این حسنی که دیگه من نیستم اونجا هی بپرم تو حرف شما. ببینید الان شما 2 دقیقه پیام گذاشت یا 3 دقیقه، ببینید چقدر قشنگ منم میشینم مثل دوستان به حرفای شما گوش میدم، در صورتی که اگر زنگ بزنید و حرف بزنید هیچ وقت چنین امکانی پیش نمیاد که من ساکت باشم، چون زبانم پنکه جگرم هست. مرسی. بفرمایید آقای گلچین که ایشون هم در نیروی دریایی بودن. ممنون از خدماتی که انجام دادید، ولی ای کاش که این نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ارتش شاهنشاهی نبود و ارتش ملی بود، چون وقتی ارتش شاهنشاهی باشه، رهبرش شاه باشه، که من نمیدونم ایشون چه آموزش هایی دیده بود در رابطه با ارتش، و وقتی که رهبر فرار کنه دیگه از اون رهروها شما انتظاری نمیتونید داشته باشید. بشنویم با هم صحبت یا پیام آقای گلچین رو. فکر کنم ایشون گفته از شرق آمریکا هم هستن. بفرمایید. جناب استرووی، سلام عرض کردم. من گلچین هستم که یکی از بینندگان شما، سالهاست به برنامه شما گوش میدم. درباره مطالبی که درباره زیدایی در آخرین پیام شما در تاریخ باور کنم امروز مطالبی شنیدم که واقعا باور کردنی نیست. اون شخصی که به آقای هروی اطلاع داده راجب زیدایی
من هستم و حضوراً در اسلام هم بهتون میگم و جز پروژه زیردهی بودم، زیردهی دوم نهنگ، و از تمام اون مراحل اطلاع دارم. اگر حقایقی رو بخواهید بهتون عرض میکنم. من تیمسار هوشنگاریان پدرم خوب میشناسم، ایشون فرمانده ما بودن در دریای شمال و در پهلوی انزلی اخیر، و همه این اطلاعات رو که من به شما میدم جز حقیقت چیزی نیست. اگر خواستین با من تماس بگیرین، من با کمال میل بهتون حقایق رو خواهم داد. افسرانی که پناهنده شدن در آمریکا هیچ کدام جز پرسنل زیردهی کوسه نبودن جناب. آنها افسران ارشد در واشنگتن دی سی جز وابسته نظامی ایران در آمریکا بودن. تمام افسران و درجه داران زیردهی کوسه به ایران برگشتن بدون زیردهی، چون به ما دستور دادن که زیردهی رو نمیخواییم، تحویل آمریکا بدیم و برگردیم. اگر اون فیلم رو نگاه کنید در آخر میبینید که دستور در مقابل تمام افسران و درجه داران پرسنل زیردهی کوسه خونده شد توسط فرمانده زیردهی به نام شریف ناخدا شریف رازی. جام ناخدا یوسفی در آمریکا هستند، جام ناخدا میمن هم همچنین، و اینا همه رو جریانات میدونن، ولی افسران و درجه داران پرسنل زیردهی هیچ کدوم پناهنده نشدن. من جمله خود من به ایران برگشتیم، ما را از ارتش پاکسازی کردن، بازار بدبختی از اون کشور اومدیم و در آمریکا ساکن هستم. آدرس من هست، تلفن من هست، تلفن من 200. بله، ممنونم از این دوست عزیز که لطف کردن. واقعا اگر کسی از این دستگاه پیامگیر به نحو احسن استفاده کرده باشه و روش درست و صحیح و اونجوری که سعید میگه دیگه لازم نباشه ما دربارش صحبت کنیم، همین آقای گلچین هست. اسم خودشون رو گفتن، دلیل زنگ زدن و تماسشون رو گفتن، صحبتشون رو در نهایت ادب و متانت انجام دادن، آخرم باز گفتن اگه میخواین با من تماس بگیرید این شماره این چیز. من اگه شما بخواین هفته آینده میتونید مهمون برنامه من باشید از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن. ولی من یه چیزی از شما میپرسم، شما اگر درجتون رو میگفتید که چه درجه و چه مقامی داشتید، چون من شنیدم بس که 400 نفر خدمه اون چیز بودن. شما میدونید الان یه ناو هواپیما برای آمریکا 5000 نفر خدمه داره که توی سان دیگو هست و مثلا ارتفاعش 250 فوته. شما 250 فوت تقسیم بر 10 که بکنید، هر یه طبقه خونه 10 فوت باشه، دیوارش به اصطلاح سقف 8 فوتی و یه فوت هم زمین و بالا و اینا 10 فوت، یعنی قد یک ساختمون 25 طبقه با جمعیت 5000 نفر. شما تو آمریکا رانندگی که میکنید میرید یه جایی نوشته جمعیت 700 نفر، یه شهری 700 نفر، میرید یه جای دیگه نوشته جمعیت 2000 نفر. یک شهری روی آب 5000 نفر خدمه، 25 طبقه ارتفاعش، اینا اینجاست. ولی اون رو آقای آریانپور میگه این یه زیردریایی دیزلی کهنه یا هرچی داشتن تعمیر میکردن که بدن به ما. من اون روز وقتی صحبت شد و اون دوستمون گفته بود که به اصطلاح یعنی یه جوری نوشته بود و صحبت کرده بود که آقا اصلا شاه نابغه قرن بیستم بوده، من گفتم آخه بابا جون خودتونه بذارید جای آمریکا. اگر اینا دیده بودن یه نابغه‌ای در خاورمیانه ظهور کرده و این نابغه داره بهترین اسلحه ها رو میخره، آیا اینا احمق بودن بهترین اسلحه هاشون رو بدن دست اون که بیاد جلوشون وایسه؟ خب نمیدن دیگه دوست نازنین. در هر صورت ما گفتیم آقا ما در برابر دوستان شاه اللهی دستا والا گیوپ میکنیم، بریدیم آقا نمیخوام. یه دوستی هم بابو گفت آقا شاه مرده، تو رو خدا بذاریم بنده خدا اقلا آسوده بخوابه، همونجوری که به کوروش گفت چش امروز هم جمعه است، دست از سر مرده ها برداریم ولی بیایم سراغ زنده ها. آقای گلچین عزیز، شما گفته خودتون
میگی تمام مراحل را من اطلاع دارم، اگر همچین چیزی درست باشه ارتش شاهنشاهی ما رو باید میختن سطل آشغال. چرا؟ چون اگه شما فرمانده به اصطلاح بالاترین درجه اون رو هم داشتید، باز قرار نبوده که شما تمام مراحل رو بدونید. وزیر دفاع داشتیم، وزیر جنگ داشتیم، فرمانده کل نیروهای نمیدونم چیز رو داشتیم، بزرگ ارتشداران داشتیم، اون باید یه مقداری از شما بیشتر میدونست. پس امکان نداره شما بگی من تمام مراحل را اطلاع دارم. ولی شما میتونی بیای بگی که ما اونجا بودیم، اونها آقا با آقای فلانی، گروبان فلانی، دریادار فلانی، نمیدونم ملوان فلانی، ما برگشتیم ایران. با درباره خودتونم که دارید میگید، من فکر نمیکنم کسی اینقدر به اصطلاح دروغگو باشه که زنگ بزنه به یه تلویزیونی، اسمش رو بگه، سال خدمتش رو اینجا بگه، بعد بگه برگشتم ایران، بعد بگه اونجا پاکسازیم کردن، بعد بگه در رفتن، دروغ گفته باشه. یعنی در راست گفتن شما ما هیچ شکی نداریم، و از این که شما حقیقت رو میگید باز ما هیچ شکی نداریم، ولی موضوع حقیقت و واقعیت رو شما باید بری تحقیق کنی. حقیقت با واقعیت فرق میکنه. دلیلش هم براتون بارها گفتم، آقای شبستری هم در برنامه‌هاش چندین بار توضیح داده، حتی با نقاشی کشیده که این یه چهارراهی هست، یه ماشین توی سبز، یه ماشین توی قرمز میان میزنن به هم. واقعیت اینه که یه تصادف اتفاق افتاده. پلیس که میاد این دوتا حقیقت رو میگن، اون چیزی که به نظرشون اومده، اونی هم که تو قرمز اومده فکر کرده سبز بوده که اومده و میگه من تو سبز اومدم، اونم میگه من تو سبز اومدم، ولی واقعیت مسئله اینه که یکی از اینا تو قرمز اومده. نه امکان داره شما همه مراحل رو بدونید، نه امکان داره شما واقعیت رو بدونی و واقعیت رو بگی. شما حقیقت رو از اون زاویه‌ای که وایسادی داری تعریف میکنی. بذارید من باز یه چیز دیگه بیارم اینجا به شما نشون بدم. اگه من به شما بگم من الان عکس آقای کلینتون رو میبینم که توی دفترش نشسته، شما نمیگید این سوربی دیوونه است؟ ولی واقعیت اینه، حقیقت اینه که بله، این وری که من نگاه میکنم ایشون تو دفترش نشسته، این وری که شما نگاه میکنی ایشون عکس بزرگش تو خونش یا هر جایی گرفته. واقعیت اینه که این بسته دوتا عکس داره، یکیش این وره، یکیش اون وره. این ور ممکنه سبز باشه، این ور ممکنه قرمز باشه. شما قرمز رو میبینی، قسم به حضرت عباس که قرمز درسته، منم سبز رو میبینم، قسم به خدا و پیر پیغمبر که سبز درسته. هر دومونم درست میگیم، ولی واقعیت اینه که مردم باید بیان ببینن هم سبز این وره، هم این ور. از آقای آریان‌پور خواهش میکنم بعدی که این برنامه رو دیدن، اگه خواستن هفته آینده بیان، اصلا اگه بشه یکی از شما دوستان رو با اسکایپ میاریم، یکی از شما دوستان رو هم با تلفن. من نمیخوام دو نفر رو روی تلفن داشته باشم یا دو نفر رو روی اسکایپ داشته باشم، چون دیدم در برنامه‌های تلویزیونی، مخصوصا تل برنامه آقای مینویی، خیلی صداها قاطی میشه و اینها. و ضمناً برنامه آقای مینویی هم برنامه جدیدش رو از دیروز صبح باز گذاشتیم، چون اون روز که می‌خواستیم پخش کنیم و ضبط کنیم فریز شد تصویرشون، و فکر کنم خود آقای امیدوارم میدونه که اشکالی هست در برنامه، چون آمده 3 پلیر گذاشته روی صفحهش، یکی مال یوتیوبه، یکی مال بامباوزره، یکی مال یا لایو استریمه یا یو استریم، که همه اینا مجانیه. چون اگر شما پول بدی یه جایی و از اونا سرویس بخوای، همون یه دونه کافیه، یه دونه رو میذاری، اگرم اشکالی بود بهشون زنگ میزنی میگی آقا خانم شما گفتید این سرویس 24 ساعته و 7 روز هفته و 366 روز یا 365 روز کار میکنه. در صورت این موضوع بوده و هست. بازم از آقای گلچین ممنونم. و این کلمه پاکسازی رو من یادمه یکی از همکارای ما رو پاکسازی کرده بودن و خودش به شوخی میگفت که شماها خیلی کثیفید که هنوز اینجا هستید، من چون پاک بودم من رو پاکسازی کردم. چون پاکسازی که اونا انجام دادن با غرض و مرض بود، بعضی وقتا شماها که پاکسازی شدید باید به خودتون افتخار کنید. اینم از این. خب مرسی. بله
دوستمون راجع به صدا و تصویر میگه، میگه که بهترین صدا و تصویر رو دارید. خب امیدوارم شما بیشترین حمایت رو از تلویزیون مردم انجام بدید. بابک هروی 3 بعد از ظهر، حسن ارشاد 4 بعد از ظهر، ماجرای سینما رکس آبادان که 28 مرداد 1357 اتفاق افتاد و خیلی ها باور دارن که اون نقطه پایانی رژیم شاهنشاهی بود، به دلیل اینکه اون موقع دیگه به اصطلاح اعتراضات مردم، تظاهرات مردم شدت پیدا کرد و میگن که اینها با برنامه این کار کردن تا بتونن به اصطلاح موفق بشن. و اما کتاب فروشی در تلویزیون مردم، سی دی های کلینتون، اگر خواستید تماس بگیرید تا بهتون بگم. نامه های پتریک دوست ارمنیمون رو خوندم، از ایشون بسیار ممنونم. کتاب قانون اساسی دکتر نصر احمدی، ضمن این که دوستی به نام بهمن لطف کرد و یکی دیگه از فامیل های آقای نصر احمدی این رو به صورت پی دی اف فرستادن، به صورت دوتا فایله، یکی عکس صفحه خارجیش یا کاور پیجه، یکی میدونید که کتاب وقتی چاپ میکنن کتاب حقیقتا اینجوری به صورت صفحه بزرگ دولاش میکنن، و یکی دیگرش هم اون 161 صفحه است. باید از اون دوستی تشکر کنم که 100 صفحه این کتاب رو که 100 صفحه اصلیش هست، اون روز چون دید من، ببین بیننده ها خیلی باهوشن، من همیشه گفتم اینایی که میان جلو دورمی میشینن دروغ میگن خبر ندارن که بیننده ها چقدر باهوشن و اونا میتونن تشخیص بدن. من اینجا وقتی که داشتم اینو نشون میدادم، این دوست ما فکر کنم متوجه شد با این روشی که من دارم پی دی اف این رو تو تلویزیون نشون دادن همچین جالب نیست. ایشون ورداشته 100 صفحه مهم و اصلی این کتاب رو به صورت پاورپوینت درست کرده. میدونید که پاورپوینت برای پرزنتیشن هایی که توی میتینگ ها توی چیز انجام میدن و یه فایل بسیار خوبیه. این فایل حدود 40 مگابایت، یعنی با ایمیل نمیشه فرستاد، یه مقداری چیز هست. البته اگه کسی اون کتاب رو که خیلی کوچولو داشته باشه احتیاجی به این نیست، ولی اگه کسی این رو بخواد به صورت پاورپوینت داشته باشه حداقل باید $10 $15 حمایت کنه تلویزیون مردم رو تا ما بتونیم این رو با یه پروگرام دیگه بفرستیم و به این وسیله ما از اون دوستمون قدردانی کرده باشیم، نه این پول رو به اون بدیم. اولا بگیم این زحمتی که این کشید، مثلا میگم $150 هم گیر تلویزیون مردم آمد. ما باید یاد بگیریم این مفتخوری رو کنار بذاریم و به قول پست تلگراف قدیم که گفت دیگه حرف مفت تمام شد. ماجراش اگه نمیدونید برید بخونید، حرف مفت نزن از کجا بوده و از کجا به اصطلاح به کجا تموم شده. پس کتاب قانون اساسی رو اگه میخواین به صورت پی دی اف یه ایمیل بزنید یا USA که آمریکاست نقطه سوربی که منم از gmail.com usa.sorbi@gmail.com یا info@mardomtv.com. و اما عکس آقای جان کری با تسبیح، باز این هوش بینندگان رو ما اینجا ازش قدردانی کنیم و تقدیر کنیم که یکی گفت آقا شما اون روز این همه قول دادید به ما که این عکس آقای جان کری رو یا جان کری رو نشون میدی با تسبیح که اون به اصطلاح سلطان عمان این رو بهش داده و هیچ ارتباطی با آقای ظریف و با این ماجراها نداره و این عکس هم جدید نیست و قدیمی هست. من این رو قشنگ بیارم پایین تا شما ببینید. و بارها گفتم خود آمریکایی‌ها هم، خود مسیحی‌ها هم یه چیزی مثل تسبیح دارن و البته اونها به اصطلاح با زنجیر و با دونه‌های چوبی هست و اینها، آخرش هم یه صلیبه به جای این گمپاله‌ای که آخر این هست، آخر تسبیح مسلمان‌ها هست، اون هست. حالا دوستان کلیمی رو نمیدونم چی دارن. اینم یه بار دیگه این عکس رو نشون بدم برای اون دوستی که گفت آقا ما رو سر کار می‌ذاری میگی ولی نشون نمیدی. خب یکی از دوستان سعید خودمون نوشته بود که آقا ما بالاخره نفهمیدیم آقای دکتر محمد علی طاهری زنده است یا کشتنش، و همین امروز این مصاحبه رو نگاه کن. اولا اون مصاحبه مال بی بی سی قدیمیه، حدود مال چند ماه پیشه، و وقتی که من این رو برای حمید هادی زمانیان فرستادم آقای زمانیان گفت که آقا این وکیل که حکومتیه،
تکلیفش معلومه، ولی با دقت گوش کنید ببینید که اونجایی که چیز میکنه با مکس پاسخ میده، و اگر کسی حقیقت میگه به اصطلاح احتیاج به مکس نداره. در هر صورت امیدواریم که آقای محمد علی طاهری زنده باشه، اگر هم نباشه میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما، یا آن که مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. میبینید که خیلی ها مردن رفتن، اصلا استخوناشون هم وجود نداره، ولی مردم اونا رو میشناسن و از 100 تا زنده اینا بهترن. در صورت این امید ما هست. بازم تشکر از دوست آقای بابک هروی، آقای گلچین. و اما امروز در روزنامه های ایران که میدونید روزهای جمعه روزنامه های ایران چاپ نمیشن، احتمالا مال پنجشنبه است، توی پیشخوان نگاه میکردم یکی از روزنامه ها نوشته بود که نتانیاهوی جنایتکار را هنگام ورود به لندن دستگیر کنید. زیرش هم با انگلیسی نوشته بود Wanted for genocide. genocide یعنی نسل کشی. و این رسمه، وقتی که یک پالیتیشنی در جنگی شرکت کرده، یک کار خلافی انجام داده و اینها، وقتی میخواد بره یک کشور دیگه تو اون کشور تبلیغاتی را میندازن. و میدونید یکی از مهمترینش همین آقای رفسنجانیه که نمیتونه از ایران جایی بره، چون بر اثر تبلیغاتی که کردن و اینها حکم جلب ایشون حاضره، ولی تو ایران که هست مثل این که مثلا اونجا بست نشسته، کسی نمیتونه بگیرش، چون ایران فعلا با دادگاه‌های بین‌المللی و با اون مترو چیز پلیس همکاری نمیکنه. این هم از این ماجرا، نتانیاهوی جنایتکار را هنگام ورود به لندن دستگیر کنید، که این واقعا جنایتکار هست و این واقعا نسل‌کشی کرده. حتی دیروز یه برنامه‌ای رو خانم ایمی گودمن میزاش نشون میداد که یکی از کلیمیا که خیلی مقام بزرگی هم داشته و اینها، اون الان داره میگه که این نتانیاهو حتی برای انتخابات دروغ گفت، گفت ما اون رسم به اصطلاح فلسطین رو به رسمیت میشماریم و اینها، وقتی که مردم به این خاطر که بابا دیگه جنگ رو تموم کنیم اینا وجود دارن، بگیم اینجا زمینشون و اینها و اون دو استیت رو یا دو تا شهر یا دو تا کشور رو قبول کنیم و اینها، بعد گفت وقتی قبول شد گفت نه ما همچی کاری نمی کنیم. بارها بهتون گفتم برید نگاه کنید ببینید بیشترین به اصطلاح قطعنامه سازمان ملل رو چه کشوری زیر پا گذاشته، و از اون طرف نگاه کنید ببینید مرزهای اسرائیل کجاست. اسرائیل تنها کشوری تو دنیا هست که مرزش هنوز مشخص نشده، همینجوری گذاشته فردا شاد رفتیم 100 تای دیگر هم کشتیم، یکم رفتیم جلوتر، رفتیم یه روستای دیگر هم خراب کردیم، رفتیم جلوتر، رفتیم درختاشونو گرفتیم، رفتیم خونه هاشونو گرفتیم و الی آخر. خب این هم از این. و دو تا فیلم کوتاه براتون دارم، یکی همین ماجرای ایران نیوی که این دوستان دربارش صحبت میکنن، و یکی دیگه راجع به خشونت پلیس آمریکا در پلیس آمریکا در آمریکا که هر روز شاهدیم و من نمیدونم اینا کی میخوان یاد بگیرن. البته ناگفته نماند خود این بیچاره ها هم الان در معرض تهدید و خطر و ترس و وحشت به سر میبرن. یعنی شما فکرش بکن بغل یه ماشین پلیس که میری، این نمیدونه شما میخوای اسلحه در بیاری شلیک کنی توی مغزش یا میخوای ازش آدرس بپرسی. برای که حالا یه عکسی هست در رابطه با پلیس در کشورهای مختلف، اون رو بهتون نشون میدم. امروز با یکی از دوستان که امیدوارم به زودی بیان در برنامه و صحبت کنن، درباره باز همین شاه و اینها گفتم والا شماها اگر دست از سر ما وردارید من کاری به شاه ندارم. بارها گفتم شاه مرد به سه خلاص، شاه هم به زودی شما 4 تاشو خواهید دید، اونم توی ورق بازی از بین میرن اینا. حالا هی شما بگید توی نمیدونم سوئد اینجوریه، هلند اونجوریه، انگلستان اینجوریه، همونا هم صدای مردم. برید ببینید، بخونید تظاهرات مامورین آتش نشانی بر علیه دربار انگلستان، گفتن چرا ما مثلا سالی 30,000 پوند بگیریم ولی این دربار سالی 60,000,000 پوند خرجش باشه. اونا هم صداشون در اومده، چون چیز بی خود و
غنی نات سلطان آف عمان. باریکلا دیوید عزیز، مرسی. میگه که این عکسی رو که شما نشون دادید نبذارید ما یه روز بی اشتباه از اینجا در بریم، ولی خب من واقعا ممنونم که شما هستید و نمیذارید ما اشتباه کنیم. این عکس، بله این عکس رئیس جمهور افغانستانه که یه جورایی من ازش خوشم میاد. اتفاقا اینجا اون تسبیح دستشه، ولی هنوز تسبیح به دست جانکری نداده، یا شاید جانکری گذاشته تسبیح رو تو جیبش و این آقای اشرف غنی یا اشرف غنی است که رئیس جمهور افغانستان هست. سکرتری کری ویت اشرف غنی احمد زای. بله این مثلا در صحبتایی که میکرد راجع به افغانستان و اینها خیلی قشنگ به اون گزارشگر آمریکایی گفت که ببینید شما دیگه باید بعد از این همه سال ما افغانی ها رو شناخته باشین. ما مقابل روسیه وایسادیم، مقابل نیروهای متجاوزم وای میسیم، شما هم بهتره با ما باشید، چون هر کسی روبروی ما وایسه ما اگه نتونیم نابودش کنیم دوتامون با هم نابود میکنیم، یعنی ما نمیذاریم کسی اونجا باشه. البته میبینید این زندگی افغان و افغانستان و اینها به چه صورتی هست. یکی از دوستان دیروز به من زنگ زد گفت آی سوربی من الان توی خیابون وایستادم و دارم یک خانم زیبا رو میبینم که یه سگ بسیار بزرگی رو با قلاده با این لیش گرفته و سگ خیلی خوب و خوشحال و لهله هم میزنه. گفتم حتما گرمه. گفت نه خیلی خوشحال. و گفت همون موقع من افتادم به این فکر که این ملتای بدبخت مثل ما جهان سوم و اینها که میگیم ما نمیخوایم، آقای اجلالی میگه ما نمیخوایم نمیدونم سگ و قلاده باشیم در دست دیگران، خب میخوایم چی باشیم؟ اگه قرار ما سگ وحشی باشیم یا شاید سگای ولگرد خیابون که گشنگی میخورن و خود مردم هم بهشون سنگ میزنن، شما ترجیح میدی یه سگی باشی که خوراکت به موقع معین باشه، نمیدونم راه رفتنت به موقع معین باشه، حتی شما اگه کثافت کاری میکنی یه انسانی بیاد پشت سرت تمیز کنه، یا سگ ولگردی باشی که استقلال و آزادی داری. ما نمیخوایم تبلیغ کنیم که شما اگر برده بشی و شما اگه تو سری خور بشی بهتره. این رو به عنوان یه سوال این دوستمون از ما پرسیده، ما هم داریم از شما میپرسیم در این مورد جواب بدید. شما دوست دارید یه سگ، حالا سگ میگیم میدونی در مثل مناقشه نیست، شما میخواین یک کشور آزاد باشید که گرسنه و قحطی و نمیدونم تحریم و اینها باشه، از لحاظ اقتصادی هم عقب بیفتید، بعد دلتون خوش باشه یا آفتابه ساختیم که با باتری کار میکنه و آب رو با فشار میزنه بیرون. آقا اون باتری اگه نباشه، همون لوله اگه نباشه، همینا مال خارجه. در هر صورت، یا اینکه اگر این زورگوها دیگه الان رسم این زمانه، خانم شایسته الهام اگه دولت کنید در این موردم شما بگید خوشحال میشم. شما چی فکر میکنید؟ بیاین همین مثال سگ رو به قول معروف بستش بدیم و در این مورد صحبت کنیم که سگ یه خانواده باشی قشنگ یه جای گرم و نرم و تابستون و زمستون در خونه راحت خوراک حاضر، یا اینکه مستقل باشی و ولگرد باشی تو خیابون و هر کی میرسه یه سنگی بهت بزنه، معلوم نشه آب کجا باید بخوری، از چه آب کثیفی، معلوم نشه خوراک امشب داری یا نه. ضمن اینکه این سگا رو دیدیم که خوراک دوماشون رو گذاشتن، بعد تازه اون خوراکی رو که میخورن هی هم بهشون باج سیبیل خوراکای دیگر رو میدن. بذارید من یه چند تا از این برنامه‌ای رو که براتون گذاشتم دوباره آقای بهمن زاهدی از این حزب مشروطه‌خواهان اندیشه مشروطه‌خواهی به گروه خاصی تعلق ندارد. آقای بهمن زاهدی شما اینی که مینویسید غلطه. گفتگوهای هفتگی شما مینویسید، بنویس مقاله هفتگی. شما با کی گفتگو میکنی؟ لطف کن اگر گفتگو هست، گفت و شنود هست، اون طرف مقابلش هم برای ما بفرست تا ببینیم جواب بهتون چی داده. بارها گفتم همین که شما پاسخ نمیدید، ببخشید اینو میگم، نشون میده که شما آدم بی ادبی هستی، به دیگران اهمیت نمیدی. اگه شما به دیگران اهمیت نمیدی، دیگران چرا به شما اهمیت بدن؟ پس با اجازتون من این نامه رو میندازم تو سطل آشکار. و اما گفته که Dear Iranian American Attorneys، دوستان عزیز وکلای ایرانی، نوشته که
See the attached life and death. این نامه پیوست رو که حکایت از مرگ و زندگی میکنه ببینید، هم با فارسی نوشتن هم با انگلیسی. جناب آقای علی خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مقامات عالی محترم ایران، با عرض سلام. دوباره از همون نامه‌های سرگشاده، عذر میخوام این حرف رو میزنم، از آدم‌های فعال‌های سیاسی تگشاده، اینها هیچ کاری انجام نمیده. اگر خمینی نشسته بود نامه سرگشاده به شاه و آقای نصیری و نمیدونم تیمسارا مینوشت، هنوز داشت نامه مینوشت. یه نامه نوشت گفت آقای شاه، تو که میگی من شاه مملکت هستم، در شاه مملکت اسلامی طبق قانون اسلام نمیتونه به زنا بگی میتونید بیاین رأی بدید. و دیدید که کنفیکون شد و تا کجا دنبالش رفت، شاه رو سرنگون کرد، تا جایی که یکی از دوستان میگفت که شاه بهش گفته 10 میلیون بهت میدیم دست بردار، یا 15 میلیون، گفته من به تو 30 میلیون میدم. حالا اینجا به این فعالای سیاسی میگیم آقا 10 دلار بده تا آگهی تو پخش کنیم. میگی شما که میدونی من ورشکسته هستم، منم به همین خاطر برای آقای واحدی نوشتم اینها ورشکستگان به تقصیرن. چون اگه کسی تو آمریکا و اروپا زندگی کنه باز بگه من ورشکسته هستم، این یه چیزیش خرابه. اینجا که این همه کار هست، شما هیچ کاری که نتونی انجام بدی، ساعت 10 دلار 8 دلار برو دم یه فروشگاهی گاری پوش بده، به قول معروف گاریار برگردون سر جاشو. و اما آتش زدن سینما رکس کوره آدم سوزی اسلامی بود، این رو هفته آینده است و اگه کسی مایل هست در این مورد صحبت کنه یا برنامه‌ای داشته باشه، من در خدمتتون هستم، میتونید مهمان ما باشید. گفتم که نگاه طنزآمیز یک نقاش به افسران پلیس در جهان، نوشته که پلیس در استرالیا. ای کاش این دوستان این عکس ها رو به صورت چیز نشون میدادن. بذارید ببینم، من قاطی کردم اینجا بد جوری، از اینجا بیایم تا اینجا که شما هم بزرگتر ببینید. ببینید کامپیوترها قبلا تقریبا مربع بود، چارگوش بود، الان همه مستطیل هستن. تلویزیون ها هم قبلا تقریبا مربع بود، یه چیزی از مربع بزرگتر میره به طرف مستطیل، ولی الان همه مستطیل هم و چه مستطیلی هم هست. اوکی؟ حالا این عکس ها و نوشته هایی که برای تو کامپیوتر و برای تو تلویزیونه، ای کاش که این دوستان هم رعایت میکردن، اینجوری درست میکردن که ما مجبور نشیم این بغلش و اون بغلش و اینا رو سفید نشون بدیم. خب این حکایت از پلیس در استرالیا که این حیوان معروف اونجا رو که اصلا سمبل اون کشور است، حتی آبجوی هم که دارن، آبجو فاستر، یکی از اینها عکسش روش هست. و اما بریم هلند، پلیس در نیدرلند که لباس به اصطلاح دست همو گرفتن و شادی و اون هم آسیاب‌های بادی پشت سرشون، شادی و آسیاب‌های بادی با هم دیگه جور در میاد. این حکایت از پلیس در روسیه میکنه که بدونی که هیچ کسی باشه عکس پوتین رو گرفته و فقط داره فریاد میزنه، یعنی عصبانیت و تبلیغ برای کسی که خودش هم خبر نداره، هیچ کسی هم اونجا نیست. و اما پلیس در انگلستان، این بیگ بن، اون ساختمان بزرگ که نزدیک چیزم هست، مجلسشون اصلا اونجا هست، نشون میده، میدونید اونجا این ماجرای اسب و این پلیسای کلا بلند و اون ساعتایی که میان عوض میکنن، اینها یه مراسم خیلی قشنگیه، این رو به این صورت این نقاش جوان کشیده. و اما پلیس در چین نشون میده که چجوری روی دیوار چین روی به اصطلاح مردم سوار هست. و اما پلیس در هندوستان، بله این هم پلیس در هندوستان که من اصلا نمیفهمم این ماجراش چیه که پلیس اینجوری یه ماشینی رو با دستش گرفته بالا و به اصطلاح اسلحه‌اش هم کشیده، نمیفهمم، اشکالی هم نداره. این هم اردوغان، این ترکی، البته قرار بود پلیس باشه، آفیسر پلیس، آها میگه که پلیس‌ها هم یه عکسی
از این اردوغان یا اردوغان یا اردوغان رئیس جمهورشون میذارن و همشون فکر میکنن که اون هستن و پشت سر اون احتمالا زورگویی میکنه، پشت عکس اون به زورگویی به مردم مشغولن. و اما پلیس این امارات عربی، عرب امارات، میگه که اینجوریه، نمیدونم پلیس تو بغل شیخ. بله. و اما پلیس در آذربایجان پرس که میدونید همون نشریه و روزنامه و اینها هست و پلیس دستکش بوکس کرده دستش، ضمن این که به این خبرنگار یا ژورنالیست دستبند زده داره میزنتش. پلیس این نورد کوریا، پلیس توی کره شمالی که این دیوانه عقب افتاده، این پسره که بدون هیچ تجربه ای، خیلی قشنگ میگفت یه دفعه آقای نصر احمدی میگفت شما ببینید بدی حکومت پادشاهی و ارسی همین که اگر یه پادشاهی مرد، بچهش اگر عقب افتاده باشه، اگر هنوز بزرگ نباشه، اگر روانی باشه، اگر دیوانه باشه، این ملت باید از این به اصطلاح دستور بگیرن. و خب این کجای دنیا همچین چیزی رسم بوده و دیدیم که بوده و هست. میبینید که اینجا مثل مجسمه بودا نشسته، امیدوارم این یه روزی مثل بودا بره زیر یه درختی بشینه و نمیدونم چند سال یا چند روز یکم وزن کم کنه و از این چاقی بیاد بیرون. و پلیس ها میبینید که چجوری عبادتش میکنه. و اما پلیس در برزیل، میدونید که برزیل به خاطر اون جشن های معروفش خیلی چون از زبان زده خاص و عام هست و اینجا میبینید که پلیس داره میرخصه. و اما پلیس در آمریکا، ببینیم اینجا چی میگه. بله اینجا میبینید که اسلحه شو داره برده اون سیاهه. البته خب باز خوبه این دست این سیاهه بیسبال بد یا چوب بیسبال رو داده، پلیس هم اسلحه شو داره برده داره شلیک میکنه. جالب اینجاست که پلیس رو هم سیاه کشیده و نشون داده شده که خیلی از این پلیس های سیاه هستن که زور میگن به خود همین سیاه پوستان در آمریکا. و اما پلیس این USSR همون اتحاد جماهیر شوروی بود دیگه، که اینجوری عکس و کلاه و ایناشو گذاشته ولی رفته. این حکایت از حکومت کمونیستی میکنه که هیچ کس کارش رو انجام نمیداد. نمیدونم کی بود، جلال آل احمد بود کی بود، نوشته بود که در سفری که رفته اونجا، مثلا رفته بود آرایشگاه، دیده اونجا هیچ کس نیست، گفته بودن که، گفته آرایشگر کجاست، گفتن که رفته مثلا نون بگیره، میره نونوا میره اونجا هیچ کس نی، همینجوری هیچ که هیچ کاری انجام نمیداده و هیچ کس نبوده. و اما پلیس این در سودان میبینید که نون ندارن بخورن ولی تا بن دندان مسلح هستن، از پوتین گرفته تا نمیدونم سپر و اسلحه و اینها. و این بچه‌ای که از گرسنگی داره میمیره، پلیس هم بالای سرش وایساده که لابد با چوب بزنتش. و اما پلیس در ایران این نشون میده که بله پلیس ها هیچ کار دیگه ای ندارن جز این که مسئول کم حجابان یا بد حجابان باشن. و این پلیس که در جای پلیس رو دیدید جدیدن تو ایران، این ستاره ها تبدیل شده به یک چیزهای خیلی بزرگ و دیگه شما نمیفهمید کی سرهنگه کی سرگرده و همه رو دوششون پر از قبه و قبه و هر چیزی که بگید هست. این هم انواع پلیس ها در کشورهای مختلف دنیا. شما هم اگر عکسی ویدیوی جالب به دستتون میرسه برای ما بفرستید ممنون میشم. ولی یادتون باشه وقتی شما میفرستید دلیلش این نیست که ما باید اون رو نشون بدیم. بالاخره کلمه ادیتور، تدوین کننده، ویراستار، تهیه کننده اینه که اون تصمیم میگیره توی این یه ساعتی که سربی وقت داره چه چیزایی رو نشون بده و چه چیزایی به همدیگه ربط دارن. گفتم بهتون یه دوستی نوشته بود که من نمیدونم مخلص این دوتا پادشاه هستم. اولا شما مخلص شخص مرده که باشید هیچ فایده ای نداره. اگر میخواییم به اونها خدمتی کنید باید عقاید و کارهایی رو که اونها بهش باور داشتن شما برید اون کارها رو ترویج کنید، زیادتر کنید و اگر خوب بوده این خوبی ها رو بیشتر کنید. و الا شما اگر
مخلص یه مرده باشید با اونی که میره سر امامزاده میشینه گریه میکنه چه فرقی داره؟ اونم مخلص یه مرده ای هست به نام امامزاده. بعد ایشون میگه که اگر شاه نبود من یه بانوی هست، میگه که من آزاد نبودم. میگم والا ما شنیدیم آزادی در دوره رضا شاه داده شده، این چه آزادیه که به شما دادن که شما یه بار میگی رضا شاه داده یه بار میگی شاه داده؟ تکلیفتون رو با خودتون معین کن. بعد ایشون نوشته که آی سوربی شما معلمی، منم معلمم، حرف تو دهن من نذار. میگم خانم من یه پرسش خیلی ساده از شما کردم، شما میگی شاه به من آزادی داد، من میپرسم رضا شاه یا محمد رضا شاه؟ چون وقتی میگیم شاه منظورتون محمد رضا شاه، چون همیشه وقتی میگن رضا شاه اون معلوم میکنه. شما خودتون به خاطر دروغای زیادی که گفتید، به خاطر بت پرستی که کردید گیج شدید، حقیقت رو هم نمیتونید بگید که بابا این حقیقت. بله آقای رضا شاه آمد رفع حجاب کرد. دوستان کشف حجاب غلطه، حجاب بود، کشفم شده بود، سرشون هم بوده از موقعی که باد و خاک و طوفان بوده تا بعد. ایشون آمد خواست رفع حجاب کنه که فاجعه بزرگی درست کرد. اونایی رو که به دین وابسته بودن بلند شدن رفتن کشورهای دیگه. و اما آقای مسعود سهیلی نازنین اجازه بدید که اینجا بهش به اصطلاح همدردی و همدلی کنیم و امیدواریم که همسر عزیزشون که الان مریض هستن و در بیمارستان هستن شفا پیدا کنن. ایشون عکسایی رو که 51 سال پیش با همسرشون ازدواج کردن دیروز گذاشته بودن و خود منم میدونم دیگه، وقتی که من 36 ساله با خانمم ازدواج کردم، ایشون حالا دیگه 51 سال دیگه به اصطلاح چه مصیبتی میکشه وقتی که خانمش در بیمارستان هست و خودش باید در منزل با فرزندان و نوه ها باشه. و امیدواریم که به زودی همسرش به خونه بیاد، منزل بیاد و شاد و شاداب باشه. ایشون لطف کردن یک ویدیویی رو برای من فرستادن که این ویدیو رو من قبلا هم دیده بودم. دو تا بانوی ایرانی جوان می نشینن و این دوتا با همدیگه تار میزنن، یکیش اون مزراب رو میزنه، یکیش به اصطلاح دستش رو روی این پرده ها بالا و پایین میکنه و نشته دو بانوی ایرانی با یک تار و چهار مزراب. من برای ایشون نوشتم والا اینجا کنار خیابون یه بچه جوونی میاد گیتار میزنه، با پاش تبل میزنه، با دهنش چی میگن هارمونیکا میزنه و میخونه، کار چهار نفر یعنی یه ارکستری رو خودش انجام میده. حالا ما ایرانی ها دو تا زن میرن کار یه نفر انجام میدن، خب اگه این کار نکنیم اون آخوندم نمیاد بگه سهم اینا ارث اینا باید بشه نصف. و حالا من نمیدونم چه چیز قشنگی داره، شما میدونید که آهنگ موزیک و اینها شماره هست، اینی که مثلا میگن 6 و 8، اینی که میگن همه اینا شماره هست. مثلا توی این زمان شما میگی ببینید 1 2 3 4 یا بین 1 و 2 بگی 1 2 3 4 اینجوری بشه. خب این خیلی با شماره است، این ضرب این مزرابو میزنه اونم با شماره دستش بالا پایین میکنه. چه هنری شما تو این دیدید آقای مسعود سهیلی که من غافل از اون هنرم، به جز این که دو نفر نشستن کار یه نفر انجام میده. خب و اما diplomacy.org حتما سری بزنید. من این رو قبلا هم نامه هایی از اینشون دیده بودم، برای از این سازمان برای ما میاد، نوشته که صدای شما میتونه این آقای نتانیاهو رو که هدفش جنگ با ایران هست به اصطلاح استاپ کنه، نگه داره. بیا من این رو بهتون نشون بدم، حتما برید این وبسایت رو ببینید. بله ببینید اینجا Diplomacy Not War، خیلی هم قشنگ D و N و W رو بزرگ نوشته که این کلمه ها جدا بشن از هم دیگه. Diplomacy Not War .org یعنی صحبت و گفتگو و اینها و جنگ نه .org. org هم میدونید که organization یا سازمان ها اینا اینو میگیرن. باز یه جای دیگه هم این عکس
آقای نتنیاهو که این نقاشی مسخره رو کشیده بود و آورد اونجا و خودش رو مایه به اصطلاح مسخره و تمسخر دنیا کرد، نشون میده که اونجا میگفت یه ماه دیگه، دو ماه دیگه. الان آمریکایی‌ها بهش میگن خب اگه تو نگران بودی که ایران یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه سال دیگه به بمب دست پیدا میکنه، ما با این قرارداد جلوش گرفتیم، 10 سال 15 سال دیگه به هیچ جایی نمیرسه. میبینید که آقای اجلالی هم نگرانه، میگه اینا یه اسبی که اسب مسابقه بود و با شدت داشت پیش میرفت. آقای اجلالی این اسب کجا داشت پیش میرفت؟ این اسب شما سوپر پاور همون شاه اللهی هست که میگن، کجا داشت پیش میرفت؟ میرفت بخوره به دیوار، مغزش هم داغون بشه. میگه اسب مسابقه رو اگه بذارید اینور اونور 16 سال دیگه که این اسب دیگه نمیتونه از جاش تکون بخوره. منظورش به این برنامه‌های نیروی اتمی هست. خب دیوید جان، شما این عکس کوچولویی رو که فرستادید با اون دشداشه عربی و این سربند و اینها، شما اهل خوزستان اینها هستید، بیان یه روز مهمون برنامه ما باشید. There is about 26 trillion dollar of gold mine in Afghanistan. ایشون نوشته که برای اطلاعات شما میگم در افغانستان 26 تریلیون افغانستان گاز هم داره، افغانستان معادن دیگه هم داره. Therefore Soviet Union invaded it. میگه بنابراین بود که شوروی رفت اونجا رو تسخیر کرد، آمریکایی‌ها هم سخت تلاش کردند که این کار رو انجام بدن و دوتاشون هم باختن. تا حالا میگه poor Afghans they are blessed، بعد توی پرانتز شما نوشتی cursed with gold like Iran with oil. میگه این خیلی قشنگ نوشتی، آفرین. نوشته که افغانی‌ها یه نعمتی دارن، طلا، که همین نعمت بلای جونشون شده، مثل ایرانی ها که نفت بلای جونشون شد. ممنونم دیوید، این اینپوت هایی که شما میدی خیلی خوب و قشنگه. قانی نات سلطان آف این ادگه نشون دادم، مرسی. و ببینم باز چی فرستادی. What is مخلص؟ مخلص no brain. مخلص بله، نه مخلص همون سینسیر هست. وقتی زیر نامتون شما می‌نویسی سینسیرلی یعنی مخلصانه، خالصانه، رو راست بودن. ولی این اومده دو تیکش کرده، مخش رو به فارسی، لسش رو به انگلیسی. میگه مخلص یعنی کسی که مغز نداره. بریم سراغ بابک هروی، آگهی رو می‌بینیم و پس از آگهی یه ویدیو، اگر به اصطلاح یه وقت من اشکالی داشته باشم که با بابک هروی ارتباط برقرار کنم پخش میشه، اگه نه که سر موقع بعد از یک دقیقه میان. دوستان شما هم اگر بیزینسی دارید، کاری انجام میدید، البته بنده خدا مثلا این دوست ما آقای پتریک هندیمن آگهیشو گذاشت، ولی یه آقایی که بچه یه تیمساری هم میگفت بودم، راست یا دروغ نمیدونم، براش وقتی رفته کار کرده بعد بهش یه چکی داده، چکه برگشته. دوستان نکنید این کار رو. به نظر من آقای پتریک اون چک رو یه بار دیگه برای من عکسشو بفرست که ما اونو تو تلویزیون نشون بدیم. اینایی که این کارا رو میکنن تو آمریکا رسمه، یه جایی میرن خرید میکنن، پولشون رو نمیدن، اون طرف میاد چکشون رو میذاره جایی که همه مشتریا ببینن و به این وسیله نمیخوام بگیم آبروش ریخته بشه و این افراد نگن خب ما همینجوری هی راه میافتیم، هی 100 دلار از این 150 دلار از اون کش میریم و میریم، و اینها باعث میشن که جامعه اون اطمینانش از دست بده. به همین خاطر هست که توی آمریکا شما اگر چک بد بدی حسابت با کتب الکاتبینه. آگهی رو ببینیم و برگردیم و با هم باشیم. مرسی. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان.
موبایل 079-58-21-19-11. لطیف زمانی غیر ممکن را ممکن می سازد. دوستان عزیز سلام مجدد خدمت شما. طبق معمول با آقای بابک هروی هستیم از کالیفرنیا. بابک جان خوشحالم که با ما هستید، ممنونم. میدونم از لحاظ وقت یه مقداری گرفتاری داری با کارهایی که داری و اینها، ولی باز هم دوست داری گهگاهی با تلویزیون مردم و با بیننده هاش باشی. من وقتی که بیننده های مثل آقای گلچین میگن که من بیننده شما هستم و سالهای سال هم هست برنامه تو دنبال میکنم، یه مقداری به خودم میبالم. از این بابت خوشحالم و من ساکت میشم. شما در هر موردی که دوست داری صحبت کن، چه در رابطه با اون ویدیوهای ماجرای نیوی، چون آقای آریانپور صحبت دیگه‌ای داشتن، آقای گلچین صحبت دیگه‌ای داشتن، حالا بشنویم از شما. من همیشه گفتم که واقعیت چیزی هست که اتفاق میفته، ولی حقیقت چیزی هست که هر کدام از ما از زاویه‌های دید خودمون اون رو میگیم. باور کنید همه حقیقت میگن، ولی نگاهشون به اون مسئله. بارها مثال زدم، حتی امروز این کتاب گویای بیل کلینتون رو گرفتم، گفتم اگر به شما دوستان بگم شما چی میبینید، شما بگید عکس بیل کلینتون با یک کاپشن و من بگم من عکس بیل کلینتون رو میبینم در آفیسش، شما فکر میکنید من دیوانه هستم؟ من فکر میکنم شما دیوانه هستید، که در صورت که دوتامون عاقل هستیم، دوتامون هم داریم درست میگیم. پس نگاه ها و زاویه‌ای که ما نشستیم به مسائل نگاه میکنیم و جریانات فرق میکنه. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. ممنون پارس عزیزم، با درود و سلام به شما و تمامی هموطنان عزیزم که واقعا انقدر محبت دارم. نمیدونم چگونه از پس محبت همه شما بردیان که واقعا کاریست غیر ممکن، واقعا غیر ممکن، چرا که انقدر از شما عزیزانم محبت میبینم، پشتیبانی میبینم که هر وقت خسته میشم، هر وقت میفتم دوباره روی پا میشم و واقعا این رو به شماها مدیونم. چرا؟ چون که اگر زنده هستم به خاطر تمام این محبت ها، تشویق ها و پشتگرمی هاست. هم آردم رو بیختم، هم علکم رو آبیختم و به قول معروف واقعا از همه که ممنونم. و خود پارسای عزیزم که همیشه واقعا نهایت محبت رو داشته و این تریبون رو در اختیار من گذاشته که بتونم حرفم رو بزنم. بگذاریم از این مطلب، میریم سر مسئله زیردریایی کوسه. من چند وقت پیش با آقای صحابی که صحبت میکردم گفتم که آقای صحابی من تبریک میگم. آقای صحابی هم گفتن چرا؟ گفتم که به خاطر اینکه هرچه بیشتر در تلویزیون شما، بیننده شما محتوا شناخت پیدا میکنم، میبینم که چه آدم ها استخونداری دارن واقعا این برنامه ها ایجاد میکنن. خب آقای صحابی اون روز به قول معروف به عنوان هندونه مقداری فرض کردن نگرفتن اینا، تا اینکه مسائل زیردریایی کوسه پیش آمد و دوستانی که در کنار این مطلب وارد ماجرا شدند، اینا بزرگانی هستند که عمری رو در راه خدمت از وطن گذراندن و چه در ایران چه در آمریکا اشخاص پاکی بودند و هستند و شخصیت. ببینید اینجا مسئله است، یعنی ما اینجا یک کیفیت بسیار خاصی رو از بینندگان داریم و این همین که مسئولیت ما رو سنگین‌تر می‌کنه و هم این که واقعا جایزه بزرگتر است برای کسی که مثل من افتخار رو پیدا میکنه که روی این صندلی حضور پیدا کنه و در مقابل شما عزیزان هم صحبت. در مورد زیردریایی، ببینید جناب سوربی، من عرض کردم مسئله اینجاست که ببینیم که گرفتاری از کجا شروع میشه. گرفتاری از سال 1348 که دریادار سید احمد مدنی میاد و به سوگندی که به کلام و پرچم ملی و سرنگ ایران خورده
اون سوگند چه بوده؟ که من به عنوان یک ارتشی داخل سیاست نخواهم شد و بجز دفاع از کشور و هم میهنم کاری بر نخواهم گذاشت. خیلی جامع است. شما اگر الان نگاه کنید، یکی از فرقهای عظیم جمهوری اسلام با رژیم شاهنشاهی این بود که رژیم شاهنشاهی روزی که در خیابانهای تهران تظاهرات شد، حتی برای ترساندن مردم تانکهای چیفتن رو به خیابونا بود که اصلا مسخره بود، خنددار بود برای کسایی که این کاره بودن. چرا؟ چون با چیفتن کیو میخواییم بزنیم؟ یه گلولش بخوره که دوتا خیابون با هم خراب شده، بعدم آدم ها که با توپ تانک نمیزنن، حالا اون تیربار بالاش هم بمانن، ولی تانک کلن به قول انگلیس ها اووردو بود، به زیاده روی. چرا؟ چون رژیم شاهنشاهی آمادگی مقابله با شورش های داخلی رو نداشت. اما امروز بیایید نگاه کنید، از موتور سه چرخه تا از این یه چرخه ها دارن تا فرض بفرمایی تنک باد بزن بالا سرشون ببندن برن هوا، تا بهپاد دارن، تا حالا هرچی بگی، همه چی که گرفته میشه و خریده میشه، تا آب پاشای زره پوش، منظور اولش هم مقابله با شورش داخلیه، تا آب پاشای زره پوش، آب پاشای فشار قوی زره پوش از چین. بله، یعنی تمام این آقای سوربی اگر نگاه کنید، من حالا در یه جلسه دیگه جزو دادی یه داکیومنت براتون درست میکنم، میارم سند میارم که ببینید اصلاح جمهوری اسلامی کلیدن چجور داره طراحی میشه، که توی لالوهای کوچه بره، توی کوچه های تنگ دوچه سمتری. واسه کیه اینا؟ واسه آمریکاست؟ اینجا اصلا کوچه سمتری نداره اصلاح اسلام چیز. برمیگردیم سر مطلب زیردریایی و اینکه در اون دوره، ببینید باز یه دیسکلیمر باید اینجا بدم، باز یه آگهی باید بهشون بردن. بابک هروی سلطنت طلب نیست. بابک هروی اگر میاد محمد رضا شاه پهلوی رو نقد میکنه، از شاه دوستی هم نیست. چرا؟ چون در دوره شاه بابک هروی نه وکیل بوده، نه وزیر بوده، نه هیچی. به آقای سوربی گفتم از خدا پنهان ندارم، از شما هم کدومتون پنهان ندارم، من پدرم رو در سن 12 سالگی از دست دادم، یه دونه پولیور قشنگ قرمز داشت که من تا سن 16 سالگی تو مدرسه می‌رفتم کاپشنم نداشتم، همون رو می‌چیدم. از سلام نامه تمام. مادرم یک معلم بود با حقوق ماهی 900 تا یک تومنی. درست شد؟ من یقه دریده حکومت ذل‌الله نیستم. اما از اون دوره میام و به عنوان یک خطکش، یک قیاس، یک مقیاس به نسبت دوره بعد و به نسبت دوره بعد استفاده میکنم، تا هم اون دوره رو بهتر بشناسم که خودم دیدم و همین که بعدش رو بتونم بهتر بشناسم. پس من اینجا اگر میگم ارتش شاهنشاهی فلان کارو کرد، مقصود این نیست که نه من در ایران سلطنت میکنم، نه بهش اعتقاد دارم، نه بهش رأی میدم، نه فرض بفرمایید برای آقای رضا پهلوی من رأی کنم. هیچ کدوم اینا معنیش نیست. معنیش فقط و فقط بدان معناست که محمد رضا شاه پهلوی در مجموع به عنوان یک انسان در مجموع به ایران خدمت کرد. این حرف من. هر کجا هم باشه میتونیم بنشینیم دوستانه تمام صحبت کنیم. اگر من اشتباه کنم آقای سوربی میدونم من اصلاح شدنیم، سریع پس میزنم خودم رو اصلاح میکنم، ادوکیت میکنم. چرا؟ چون اللهی نیستم، من ایران اللهیم. بعد ایران اول میاد، بعد شاه، ایران اول میاد، بعد رئیس جمهور، ایران اول میاد، بعد مذهب. پس توجه داشته باشیم، مثل اون سیبیل گربه ی آبتین نیم هی منو بخوایم بکنیم توی قوطی کفش، جا نمیشم. چرا؟ آقای بابک اون دومشو گذاشت روی کولشو در رفت، فهمید که اصلا اینجا جای این ببخشید پوز دادن ها و اینها نیست، قم پوز در کردن ها نیست،
فکر کنم اصلا این آمده بود اینجا، فکر کرده بود حالا اینجا میاد چند نفر دیگر هم میتونه گول بزنه و دور خودش جمع کنه، دید ما چنان لیف و صابونی بهش زدیم که فرار رو برقرار تعجیل. آقای سوربی عزیز من، شما رو نشناخت توجه دارین؟ من یه موقع هایی که کسی از شما انتقادی میکنه جوابش میدونین چیه؟ بگم شما آقای سوربی رو نمیشناسید، شما ایشان رو نمیشناسید، پس موقعی که نمیشناسید انتقاد نکنید، اول برید بشناسید، اون وقت اگر انتقادی داشتید. ممنون. نه واقعیته، شما خودت میدونی یه موقعی افتیسد به تن منم میخوره، اما من حالی نی. چرا؟ چون اصل شما رو میشناسم. توجه داری؟ آدم یا باید ثانیه عمل کنه یا باید با قلبش عمل کنه، با شعورم، با خردم. من اگر تمام سال پارسای نازنینم از شما محبت دیدم، سخاوت دیدم، کمک دیدم، اگر یک دفعه آمدی حالا فرض کن یه سر تن من مشوستی زنگ و غنگ نداره. آقا آدم آدم ها رو با خوبت چون با بالا و پایینش میپذیره برزینه. دقیقا درست میگه. خواهش میکنم، من مسئله اینجاست و این گربه سک سفت فکر کرده بود که اگر بید اینجا میتونه شما تطمیع کنه، نمیدونست بچه اومده بود. خلاصه کار دستش دیدم. به صورت مسئله برمیگردیم به چه اتفاقی الان داره میگه. ببینید الان یک تلویزیونی درست شده به نام من و تو، این از داخل حمایت میشه. آقای سوردی هم نمیدونم شما هایش رو دیده بودین، عباسی رو اینجا مدیر تلویزیون آزادی، آها اونی که با آقای فاضلی شریک بود، اونو میگه که با آقای با امیر قاسمی شریک بود. نه هایش بود با آقای فاضلی شریک بود. شریک نبودن، آقای فاضلی فقط اونجا کار بود. البته ایشون میدونید که یه شایعاتی هم بود که ایشون سالها پیش در انگلستان پول قلابی چاپ کرده بود، اگه همونو میگید نمیدونم. بله همونه خوب. حالا داستان باز دوماله داره. بله ایشون از اول در رادیو تلویزیون استرالیا کار میکردن، بعد میان اینجا با پولایی که معلوم نیست از کجا اومده تلویزیون آزادی رو باز کرد، که خاطرتونم باشه سلطنت طلبی شدید، دو آتشه، ستیقه، چیستوسمار. بله. بعد این تلویزیون رو یک شبه گفتن آقا ما میبند، ما پول نداریم. حالا چی شد چطور شد؟ من خود عباسی رو تو دفترش دیدم و فکر میکرد که خب من با شاهزاده رابطه دارم. چرا؟ چون اون موقع از طرف شخصی من به اون تلویزیون معرفی شده بودم که از نزدیکان شاهزاده. درست؟ بله. بعدش خودش به من گفت، گفت به شاهزاده بگو اگه اون قولی رو که دادی رو انجام ندی ما مجبور میشیم ببندیم. بندم مثل گاو عباس آباد سرم انداختم زیر انگاری که مثلا فهمیدم چی گفت، اومدم بیرون و دیگه نه پیغامو رسوندم و نه پیغام رسو دیدم و اون تلویزیون بسته شد. حالا همون آدم برشکسته اینجا پسرش کیوان در انگلیس دوباره تلویزیون منوکور رو با یه بودجه‌ای که مثلا اینا یک ساله 15 میلیون دلار پول ریز کردن، پول جمع کرد. واو. از کجا؟ خدا میدونه. و اینها اومدن دست به چی میگن؟ ابتذال فرهنگی زدن، ابتذال اجتماعی زدن و در کنارش هم خوب گفتن از دوره شاه. درست؟ این باعث شده که یه مقدار چیز مسئله چی میگن بالانسه، این باعث شده که از اون طرف فشار بیان روی دوره شاه. مثلا پسر همت که پاسدار بود و در لبنان هم کشته شد، که اینا میگن شهید در ایران شده و اینطور نبوده و میشه اون رو هم با مدرک ثابت کرد، پسر حاج همت اومده بود نوشته بود که خریدهای تسلیحاتی دوره شاه بیهوده بوده. خب یکی نیست بگیم بگیم آخه پسر احمق، اگر بیهوده بود ما اون F-14 ها رو نداشتیم، F-4 ها رو نداشتیم، F-5 ها رو نداشتیم، ناف ها و هاورکرافت ها رو نداشتیم، تا
تانک ها رو نداشتیم، میخواستیم با مایتابو قابلمه و سراهی با دشمن بجنگیم. آخه گوسفند تو چه میفهمی؟ اومده یک کلام آقای سربی یه همچین مزخرفی گفته و یک ارتش رو برده زیر سوال. ببینید من اینجا موقعی که میگم آقا من شاه چه میگن شاه پرست نیستم همینه، اما شاه اینجا غیر مستقیم میاد توی عکس. موقعی که پسر همتی هم چی مزخرفی میگه ارتش شاهنشاهی رو زیر سوال میبره، من باید ارتش شاهنشاهی رو توضیح بدم. خب این میشه کردیت به کی؟ این یه بخش کردیت میرسه محمد رضا شاه پهلوی. چرا؟ چون ویژنشو داشت که ببینه، آینده نگرشو داشت که ببینه ما در یک منطقه واقع شدیم به نام جنگل و هر آن ممکنه یکی به ما حمله کنه، پس با قوی باشیم. این شاه پرستی نیست، این چی میگن قدردانی از خدمات یک فرد. بله اون فرد اشتباه هم داشت، در مورد اشتباهاتش هم قبول کرد، مسئله دیگه انسان فلا الله یه به اینچگونه نیست. برگردیم به داستان زیردریایی. اینها اومدن یک کمپینی رو راه انداختن که خریدهای تسلیحاتی دوره شاه بیهوده بوده. حالا این باز به کجا برمیگرده؟ به دریادار احمد مدنی و همین آقای آریان پور که اینجا الان داره پس از 37 سال آقای سوری عزیزم انگاری، یعنی من یه چیزی که میگم چوب تورونه زنبور کرد یه دفعه میریزم بیرون، اونم از هر طرف. وگرنه آریان پور امکان نداره 100 سال من حرف بزنم یه جواب منه بود. امکان نداره. اینا چی پیششون از این صحبت ها منیشه خانم هست که بخوان با من هم سال من صحبت. ولی اصله در من بود. چرا؟ مصابق میکرد با آقای مدنی جبهه ملی یا ضد ملی، آقای آریان پور جبهه ملی یا ضد ملی، اینها آمدن و سه دستگاه زیر چه پرونده زیر دریایی ما رو تحویل نگرفت، تحویل نگرفتن. به همین مسخرگی من جواب آقای آریان پور رو خوندم آقای سوری عزیزم و من رو به یاد قصه جنگ ایران و روس در زمان فتلیشا قاجار بده، در زمان ناصرالدین شاه ببخشید. باستان از اینجا که سپاهیان بوشون زفرنمون ایران یک شکست بدی در شمال ایران میخورن و ناصرالدین شاه فرمانده به قول معروف توپخونه اون موقع رو میخواد، فرمانده توپخونه میاد و اونا با سیبیلای تابیدو میگه پدر سوخته ما که به تو گفتیم دشمن رو تنبانه پایش بکنده به توپ بغن چرا توپ ننداختی؟ این بدبخت هم دیک دیک داشته میلرزیده میگه قربان به هزار یه دنی، میگه خب یکیشو ببین قربان بارود نداشته سره میشه دست به سیب نیست میگه کنجو برش کنید برم. این هم قضیه همون شده. آقای آریان پول میگه آقا ما هی به اینا میگفتیم ده بیاین ده بیاین، پول سوختشون رو نمیدادین با چی بیان؟ برن تو تکساکو سوخت بزنن بیان؟ آخه عقلم خوب چیزیه بیاین بیاین که نشد حرف. اینا میگن آقا سند داریم پول سوخت خواستیم ندادن. دولت فخیمه ایران، دولت جمهوری اسلامی پول سوخت زیر دریایی کوسه رو تأمین نکرده. آقای آریان پور چرا داری حرف میزنی؟ چون زیر دریایی که سوخت نداره جایی نمیده. میاد میگه سه تا از ناخداهاش پناهندش. خیلی خب آقا ما تو ایرانی بدم داریم خوبم داریم، اصلا آقای حرف شما ندی. ما شما که اونجا نشستیم، شما که میگی من افسرم، شما که میگی من دریا سالارم، شما که میگی من چه و چه هم، نمیتونی دوتا ناخدا بفرستی زیر دریا بردارم بیارم؟ یعنی بلد نیست این کارو؟ فرمانده زیر دریایی کارش این نیست که فرمون زیر دریا رو بگیر برونه، نه خیلی قربان. فرمانده زیر دریایی مثل فرمانده هر واحد دیگه نظارت ها بر افرادی که اون واحد رو اداره، یعنی شوفر لازم نداشته زیر دریایی ناخدا، میتونی شما یه نفر بفرستید به عنوان فرمانده پول سوخت اون زیر دریایی رو بدید و عوض این که 8 ماه به قول خودتون یه سال به تلفن بزنید اومدی نه نه اومدی چرا آقا پول سوخت نداری. خب میگم پوشی رو بزن
اینه میگن وطن پرستی. بعد هم سوال من جای دیگه است اینجاست. آقای آریانپور شما زیردریایی رو میگید که حالا اینها همه خائن بودن و پناهنده شدن. حالا تاریخ معلوم کرده خائن کی بود. اما به 16 های ما چی؟ اونا رو کی قرار دادش رو پس کرد؟ پرداخت شده بود پولش همه چی؟ تانک های شیر ایران 1750 دستگاه فروند تانک آماده، آماده تحویل آقای سوردی، که هنوز این تانک ها امروز پس از 30 سال آقای سوردی از بهترین تانک های دنیا شناخته میشه. و همون تانک های باسا فروخت داره، یعنی اکشن 20 برداشت. خب اونا رو چرا نیوردی؟ اونا رو چرا کنسل کرد؟ ببینید خیانت بوی گندش تا این طرف آفرینی هم. شما آقای مدنی، آقای یزدی، آقای بازرگان، آقای خمینی، آقای کوفت، آقای زهرمار، همه تون اومده بودین که ایران را از هم بپاشون. نیاید امروز بشینید در جواب یکی از افسران شریف زیر دریایی کوزه مزخرف بنویسید. ما گفتیم بیان، خودشون نیومدن، همه پناهنده شدن. غلط کرد. 400 تا خانواده پناهنده شدن. محبت شدی مرد؟ آلزهایمر گرفتی؟ چگونه 400 تا خانواده میتونن پناهنده شن؟ دروغ داری میگی. خیلی هاشون نمیتونن نام ببرن که در جنگ شدن. بس کنید، بس کنید از این دقل و دروغتون. بس کنید. حالا سوال من میمون اینجا که اگر ما ببینید حالا اینا کجا همه به هم این چسب و شد، که اگر ما در سال 1358 چمسی تمام تانک هامون رو که 1750 فردن، هواپیمای F-16 مون رو که بوده 300 فردن، سه فروند زیر دریایی مون رو، کوسه، نهنگ و دلفین رو در اختیار ارتش ایران داشتیم، آیا دولت عراق حتی جرأت حمله پیدا میکرد؟ آقای سوربی عزیزم، بینندگان عزیز، اگر نگاه کنید شما از سال، از روزی که انقلاب میشه، از روزی که فتنه آمریکایی به نتیجه میرسه، از این روز میبینید که اولین هدف ارتشه، که این ارتش به هر قیمت از این بره. میان در دور اول از رده سرتیپ بالا رو اکثرا رو اعدام و اقلا رو بازنشسته. در دور دوم که اوایل سال 1358 و تمام اینو با مدرک روزنامه هاش میان و در درجه اول باز دوباره 10,000 نفر رو پاکسازی میکنن و در درجه دوم یه چیزی حدود 15,000 نفر رو به دلیل واهی 15,000 نفر تو میگم شرکت نداشتن، خود چون هم میدونستن، یا ادام میکنن یا برکن. پس از ارتش 280,000 نفری ما که کادر بودن، سر 80,000 نفریش قطع میشه و بدنه 80,000 نفری 200,000 نفریش میمونه. اینا کی هستن؟ اینا افسرانی هستن با شرف، وطن پرست، با پول ملت ایران تحصیل کردن، همشون هم به این مطلب معتقدن و همه هم میخوان جانشون رو برای کشورشون. اما درجه از سروان به پایین، یعنی مدت خدمت ها کم، تجربه ها کم. اگر خلبان اصلا ساعت پروازه کن، یکی از خلبان از آمریکا که میرسه به ایران بدون هیچ گونه پرواز اکسترای اضافی خودش پرواز میکنه روی عراق، بعد افتر جاوید میشه. کلمه شهید رو از دهنم جاوید خشنگ داره. پس ببینید همه دست پخت که بود، اینها همه در دوره 37 سال حکومت محمد رضا پهلوی بر ایران به وجود آمد، چه از خرید تسلیحاتی، چه از تعلیمات ارتش. ببینید اون موقع
به دستور شاهنشاه ایران گردان پکاور در نیروی دریایی به وجود آمد که حالت نیوی سیل همینجا رو داشت. اینها سری اول در انگلیس تحصیل کردن، رفتن در آموزشگاه SBS انگلیس، سلطنتی انگلیس، قواسی یاد گرفتن، تخریب یاد گرفتن، عرض به خدمت شد. یعنی همه چیز، همه تمام فنون جنگی رو به بهترین و بالاترین آمادگی های پدید. این آمدن به ایران، کسی که اون موقع پناهنده نمیشه، اصلا دوست نداشت بمونه خارج، اومدن ایران. اومدن ایران و در بود توی چادرهای بادی، توی خونه های برک های چوبی، چون هنوز بادگان بوشهر چی میگه بایگان بوشهر تموم نشده بود، اینا جا گرفتن، زندگی کردن بدون سر سوزنی گله و گلایه، تکاورهای دیگر پرورش دادن توی منجی، توی بوشهر. و روزی که جمع شد های سوال خیلی جالب دید، من براتون بگم ما یک گردان تکاور داشتیم چیزی بوده 800 درست؟ از این 800 نفر اول قائله کردستان پیشان بوده، 200 خوردی از تکاورها رو کردستان دارد و کردستان رو پس گرفتن برای این. جالب ببینید، یعنی بخوام ببینید که 800 نفر مرد کاری چه شاهکاری. از این 800 نفر 600 نفر بودن به خرمشهر رفتن که در فاز اول 200 نفرشون خوزستان رو از خلق عرب پس گرفتن. توجه دارید؟ این خوزستان جدا شده، خلق عرب آمده بود تمام شهرها رو گرفته و همه مسلم پس گرفت. در فاز سوم 600 نفر شدن تکاوران خرمشهر و 34 روز سپاه سوم عراق رو زمین گیر کرد. تکاوران ما و نیروی هوایی بار افتخار برم تشکرش از کیو کنم؟ از خمینی؟ نه نه، اینها که دارم نام میبرم کارهای نیکوی محمد رضا شاه پهلوی بود. خب من به کسی دیگه نمیتونم نسبتش بدم، حالا اگهشون اشتباه هم داشته درسته، انسانیم، همه انسانیم. اگر ما نیاییم گذشته رو به یک دید بی‌غرض نگاه نکنیم. مقصود من از دید بی‌غرض چیه؟ دوستان من، عزیزان من، ما خانواده ایرانی تا قبل از انقلاب سفید که زمین‌ها بین دهقانان پخش شد یا تقسیم شد، ما زمیندار از پهلوی دژ گرگان ما زمین داشتیم تا میدان هرمی تهران. خدا به برکت خود را خوب همه اینا وقت رو خواهد بود، یعنی روحای ها روی زمین ها کار میکردن، سر هر سال مباشر محصول رو جمع میکرد و به در خونه هر اولاد ذکوری مقداری حالا یا غذا بوده، حالا مثلا روغن برنج گوشفران از این صحبت ها، یا پولش حالا هر چی بود اینو تقسیم میکنیم. ما مجبوره به کار به اون شدت نشیم، آدم های درگی به بازی هم بودیم، خدا بده برکت، سابقش هست. اما این انقلاب سفید که شد ما تمام زمین ما رو گرفت، یعنی ما یک شبه شدیم فقیر مجبور به کار، خب تم به کار بدیم ولی خیلی بازم خودمون ساخت، اما کینه به دل نگرفتیم. من روزی که نداشتم کینه هم نداشتم و همون شاید کینه نداشتم باعث شد که بتونم دوباره خودم بسازم. اما من با یکی از همین بینندگان تلویزیون مردم صحبت کردم، روزی بسیار آدم مهربانی، بسیار آدم شریفی، ولی افسوس خوردم براش. این طفلک زمینای پدر بزرگش رو گرفتن و هنوز بعد از 40 خورده ای سال افسوس بود. بابا کینه کوتاه مدت چقدر خوب باشه، لازه اونم چقدر خوب نباشه، اما دیگه شطوری شدم و داغون میکنه. اگر اون زمین ها رد به سری امکانات دیگه بجام بگیره، اگر ما زمین همونی گرفتن
اومدیم یه کار دیگه جاش کردیم. چرا؟ چون اون موقع امکان بود. آقای سوربی موقعی که از مدرسه فارغ التحصیل میشن میان بیرون، دانشسرای تربیت معلم هست براشون. بعد از اونجا موقعی که میان بیرون کار دبیری هست براشون. در کنارش موقعی که فرصت داشته باشن به قول معروف نوآوریشو داشته باشن، دو تا کار دیگه هست براشون، میتونن خودشون رو بیارن در طبقه بالاتر و بالاتر و بالاتر. اما الان چی؟ زمان احمد شاه چی؟ ببینید اینه میگم، من به عنوان یه خط کشستم، نه اینکه خوب بود نه اینکه بد. چرا؟ چون نه از عهده من ساخته است که بنشینم 37 سال یک فردی رو که همه مسائلش همه دنیا به قول معروف آشکار نبود رو قضاوت کنم، نه از عهده کسی دیگه. به قول معروف میخ بزرگ رو آقای دکتر میلانی کوبید، به اون زر بزرگی هم که کوبید آخر سر برگشت گفت آقا من به این نتیجه رسیدم دست آخر که شاه هرچه بود بود ولی نیتش برای ایران بد نبود. میلانی توده‌ای، حالا دیگه بنده باید برم جلو بوک بزنم بقول قدیم، حالا نه من شاه پرستم نه دیگه رژیم شاهنشاهی برای ایران میخوام، هیچ دلیلی براش نمیبینم، هیچ وجاهتی براش نمیبینم و هیچ جانشینی براش نمیبینم. برای تمام این صحبت ها من میتونم مباحثه کنم، میتونم دلیل بیارم، هیچ دلیل صحبت نمی کنم، ریشه قانونی دارم، احساسی صحبت نمی کنم، ریشه منطقی دارم. اما این باعث نمیشه که من بیام اون دوره رو زیر پام، این باعث نمیشه که کسی که من خدمت کرده رو به لجن بکشم به خاطر اینکه کسی دنبالش نم. نه، اونم قبول میکنم، با اینم مبارزه میکنم، همان گونه که بقیه اینم مثال میشون دارم. پس آقای سوربی داستان دفاع از من از ارتش شاهنشاهی به خاطر این هست که حق این ارتش از برادر خود شما تا این برادرتون که اینجا نشسته خورده شد. به یک آره موقعی که رهبر جمهوری اسلامی 2 سال پیش برمیگرده میگه من در زمان به بسیار نزدیک بودم و از اهواز ناظر آن بودم، حالا بیا بید پرتغال فروس را این اهواز بود خب، و محمد جهان آرا میگه ای لعنت بر تو، هنوز داره میگه محمد جهان آرا و بسیج حماسه خرم شهر رقم زدن. آی فوته اینا، آی داری دروغ میگه آقا، آقا اگرم دروغ نمیگی دروغ به عرض رسونم، برو مثل من بی سواد تو کتاب بخون تا ببینی محمد جهان آرا رو تکاوران نیروی دریایی از دست نیروهای خلق عرب که گروگان گرفته بودنش نجات دادن. ولا تا تکاورا نیامده بودن تمام پاسدار گشنای شما رو در شهر خرمشهر خلق عرب گرفته بود، به عنوان گروگان زندانی کرده بود. موقعی که این حق رو میخورم من باید چی بگم؟ بگم درست میگی؟ بله این مسیرم باید بگم بله واقعا شاهنشاه این کارو کرد. خب دیگه به قول معروف امام حسین رو برق که نگرفت بکشید، رو یزید بود، باید کردستان میری یا مثلا جماعت اهل سنت میره و بگی یزید کشته دیگه، اونا واسه یزید احترام قائل، زن نمیتونه بره بگه امام حسین رو برق گرفت بشه. من شده داستان من بعد بعد میخوام از ارتشم طرفداری کنم، میخوام از پرسنلی که این امکان رو به من دادن من به عنوان یک کودک مدرسه برم، من به عنوان یک کودک تو خیابان‌های شهرم امنیت داشته باشم، به عنوان یک کودک آسایش داشته باشم که عربیان نمیتونن به من حمله کنن، من میخوام تشکر کنم از اونا، این حق من، حق من، حق من رو نگیرید از من، من هم خودم نخواهم شد. چرا؟ چون این مردان و زنان ارتش شاهنشاهی ایران واقعا زحمت کشید و درودی دارم از اینجا بر تمام شما هست.
درود بر درود بر به خاطر کشوری که ساختیم و کشوری که میکرد که ساختیم که حتی بدنش توانست 8 سال با 26 کشور دنیا به اضافه کشور خود ایران، دولت خود ایران که 27 تا جلوی دنیا مقاومت کنیم و 1 سانت از زمان شاه اسماعیل صفوی زمین از دست نده داشت. آقای سوری، ما از پس از شاه عباس صفوی هر وقت ایران جنگی کرده زمین از دست داد. هر وقت در تمام جنگ ها نگاه کنید، ممکنه فرض بفرمایید تا دیاربکر رفته شاه عباس صفوی، ولی تا مثلا فرض بفرمایید ارومیه تا تبریز رو هم اومدن عثمانی‌ها گرفتن تاریخ هست، بریم بخونید. انها جنگی که هر چقدر دست پای ما رو بستن، پای ما رو تو پوتین سیمانی کردن، توی آب انداختن که خفه شیم، ولی خفه نشدیم، از کشورمون دفاع کرد و 1 سانت خاک ندادیم. همین جنگ ارتش شاهنشاهی ایران نه بسیج مستضعفی، نه سپاه پاسداران، فقط فقط ارتش شاهنشاهی ایران. ایران میتونم هر وقت خواستیم با مدرک توضیح. پس این از صحبت من جناب سعودی، اگر هر سوالی دارید در خدمت. بسیار ممنونم. اینجا بود که شما به خوبی از اون کلمه درود استفاده کردید، چون ارتش معروف شده بود که هم در عروسی سرش رو میبرن هم در عزا. و یکی از دوستان که به قول من همشهری من هست، به قول شما نیمه همشهری، نوشته که سربی عزیز، از آقای تیمسار آریانپور بپرسید که هلیکوپترهای مینروب نیروی دریایی بوشهر چی شد؟ آیا پرسنل آنها هم پناهنده شدند؟ ولی آمریکا از همان هلیکوپترها در طبس استفاده کرد و ایران هم بمباران کرد، همه نابود شدند. یک ناو هم که نوشتن RH-50 که عراق در خلیج فارس با موشک زد، آن هم مال ایران بود. برادر من افسر الکترونیک آن ناو بود که به ایران برگشت. تیمسار آریانپور اولا در ارتش نبودند، به گفته خودشان فقط گاهی مشورت میداده، دوست داشتی اطلاعات بیشتری میتونم بعدن بدم. در ضمن بابا که دوست داشتنی هم در ارتباط. دوست عزیز، آقای آریانپور در ارتش ایران بوده، سالهای سال خدمت کرده، عکساش موجوده. وقتی که به دلایلی استعفا میده و میرن اون شرکت کشتی سازی خصوصی خودشون یا برای دیگران کار میکنن، بعدن ایشون ببینید مشکل ما اینه. آقای نادرپور هم گفت ما مشکلمون اینه که درست گوش نمیدیم، یا اگر یه چیزی رو میشنویم درست درک نمیکنیم. آقای آریانپور گفت که در این رابطه با وجودی که از ارتش ایران بیرون بودن، به عنوان مشاوره برای آقای مدنی کار میکردن و در تماس بودن، نه اینکه ایشون کانسالتینگ میکرده و مشاور بوده. ایشون در نیروی دریایی، خود آقای گلچین اصلا بابا پیام گذاشته میگه ایشون فرمانده ما بوده. نکنید دوستان این کار. آقای سرپی ببرشید من قطعتون میکنم، یه مطلب مهم بفرمایید. این نیمه همشهری گل ما، ما ایشون خودشون هم از افسران نیرو دریایی و حق حیات دارن به گردن همه. بله، بسیار ممنونم از شما. سلام می‌دارم برای شما، تشکر. ممنونم. همونجوری که می‌دونی هفته آینده سال روز فاجعه آتش سوزی یا به آتش کشیدن سینما رکس آبادان هست. اگر دوست داشتی در این باره می‌دونم تحقیقات کردی، یه سری تحقیقات جدیدتر و بیشتر اگر انجام بدی مهمون ما باش، و اگر خواستی می‌تونی مهمونی هم دعوت کنی که هر دوتون مهمان برنامه ما باشید. احتمالاً چهارشنبه فکر کنم میشه همون نزدیکای اون روز 28 مرداد و اینها. در صورت ممنونم از اینکه روز جمعه وقت عزیز و گرانبهای خودت رو به ما دادی. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشی، به امید دیدارت و به امید اینکه بتونیم با هم صحبت کنیم و حرف بزنیم، حتی اگر اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه. مرسی. متشکرم با کمال افتخار. واقعا از شما ممنونم به خاطر فرصتی که به من دادین. پارسا جان، من و شما هیچ وقت اختلاف نداریم. من و شما اختلاف نظر داریم. البته خیلی ها هستن که دارن تلاش میکنن. بله، خیلی ها هستن تلاش میکنن، ولی خوشحالم که شما با هوش و ذکاوت خاص نمیذارید این به اصطلاح خواسته اونها عملی بشه. ممنونم از شما بابا. بفرمایید.
قربون همه شما بینندگان عزیز، ایرانی به خدا، به خدا که خود خدا. مرسی دوستان عزیز، خدا نگهدارت باشه. با آقای بابک هروی بودیم از کالیفرنیا، ایشون از وبسایت خبربین خبرها رو با شما در میون میذارن، شما میتونید باشون در تماس باشید. این ویدیو، این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه روی اینترنت میره. کار جالبی که بابک انجام میده، قسمت مصاحبه خودش رو به صورت خیلی ظرفیت کمتر، حجم کمتری درست میکنه و شماها میتونید اونها رو برای دوستانتون با ایمیل بفرستید، حتی اونایی که در ایران هستن. این پرسش شما رو هم دوست عزیز برای آقای آریان‌پور میفرستیم که اگر ایشون بخوان پاسخ بدن. ممنون و متشکر. بذارید ببینیم که این دوستمون چی گفته. بله اوکی، بذارید ببینیم این دوست دیگه‌مون باز دیوید چی میگه. دیوید راجع به این عکست بگو. The correct word is دیار باقر. من نمیدونم چی میگی. دیار باقر، نمیفهمم دیوید. اینو یا فارسی بنویس یا خود تماس تلفنی بگی ببینم که اسم هلیکوپتر. بله مرسی. این دوستمون نوشته که اسم اون که هلیکوپتر، اون نوعش RH-53 هست، در رابطه با اون تکاوران دریایی که آقای بابک هروی میگفت یه عکسی اجازه بدید اینجا بود، آقای گلچین گذاشته بود که اتفاقا یه نفر نوشته بود که به نظرم این تیپ 55 هوابرده. من چون تو تیپ 55 هوابرد خدمت کردم میدونستم که اون نیست و این آقای گلچین توضیح دادن که این تکاوران نیروی دریایی هستن. اجازه دید به عنوان تشکر از ایشون ما این عکس رو هم به شما نشون بدیم که روی صفحه فیسبوک آقای تیمور گلچین هست. اینجا با هم این رو میبینیم. نوشته که یه نفر به نام حمید، حمید پلویی نوشته اینجا باید تیپ 55 هوابرد شیراز باشه. ایشون پاسخ دادن خیر جناب، تکاوران جانباز نیروی دریایی ایران زمین هستند که در دفاع از مرزهای جنوبی وطن برخواستند. بله جان باختن، ببخشید. روانشون شاد، یادشون گرامی. و دوستان عزیز، کم کم به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم. اگر شما هم بحثی صحبتی دارید، بارها گفتم که گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، بیاین شروع کنیم خیلی مؤدبانه با هم صحبت کنیم. امیدوارم از لابلای این صحبت هامون به اصطلاح حقایق یا واقعیت حقیقت ها بیرون بیاد. بابک هروی said دیاربکر، the correct word is دیار باقر in ترکی. او مرسی، خیلی ممنون بابک جون. دیوید میگه که اون کلمه‌ای که شما گفتی دیاربکر درستش هست دیار باقر. خب این هم از این ماجرا. دوستان عزیز، یک برنامه هست 26 ماه آگست در هیلتون هتل دالاس ایرپورت، اینجا خیلی نزدیک به هم، از مریلند میتونیم بیان، هم از ویرجینیا، هم واشنگتن اینها. و این برنامه هست God's Grace که آقای مهدیزاده تبریزی این رو به اصطلاح حمایت میکنن، برنامه ریختن و شما هم میتونید در شرکت کنید. با ایشون تماس بگیرید. اجازه بدید من عکسش رو بذارم و ما منتظر بودیم که ایشون بیاد یک مصاحبه انجام بده تا اون مصاحبه رو بذاریم، ولی به نظر میاد که ایشون خیلی مشغول هست و هر وقت که بتونیم، یعنی حدود چون یه بار نوشته بود 20 با ایشون مصاحبه داشته باشیم. God Grace for Justice و آدرسش هم یه جایی اینجاها باید داشته باشم. بله این یکی بهتر و بزرگتر پیدا میشه. نوشت شماره تلفنشون هست 202-680-0456 و چون اینها theteachersuniversity.com وبسایتشون هست، آدرس ایمیلشون هم هست TU که اول تیچر و یونیورسیتی هست 26ggodgrace@gmail.com و آدرس اون هیلتون هتل هم هیلتون دالاس ایرپورت هست 13
869 پارک سنتر رود، هندن، ویرجینیا. شما هم اگر بیزینسی داشته باشید یا بخواید یه برنامه رو اونجا معرفی کنید، میتونید با ایشون تماس بگیرید. 26 آگست هست، ورودی به اضافه شام و رقص و موزیک و اینها 26 دلار هست که حقیقتا خیلی ناچیز هست. 26 دلار، ببینید اینجا نوشته 26 دلار included international dinner dance. اون دفعه من گفتم سه نوع خوراک ایتالیایی و فرانسوی و ایرانی. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این برنامه‌ای رو که دوستان با زحمت بسیار میذارن و به اصطلاح با شوق و ذوق خاصی میرن دنبالش، شماها هم برید و حمایت کنید و این جامعه خودمون رو که میدونید ما جامعه نسل اول هستیم اینجا، بتونیم یه جوری قویتر و بزرگتر و بهتر، نه فقط از لحاظ مالی، چون به نظر میاد از لحاظ مالی مشکلی نداریم، ولی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ خدمات اجتماعی و اینها یه مقداری باید بیشتر کار کنیم. خب مرسی، بذارید من اینا رو درست کنم و کم کم 10 دقیقه دیگه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک میریم سراغ برنامه آقای حسن ارشاد. بذارید ببینیم این دوست همشهری من چی گفته. نوشته که سربی عزیز، من میدونم تیمسار مدنی هم فرمانده من در بندر انزلی بود، در ضمن تیمور گلچین از پرسنل واحد ما بود که با یک ناخدا به آمریکا رفت. برای زیردریایی تیمور برگشت، ولی آن یکی ماند در آمریکا. تیمور از مردان صادق واحد ما بود، آرزوی پیروزی برای همه هموطنان. خب همینجا چون همشهریم هستی یقتو میگیرم. شما که میدونی چرا تو ایمیل قبلی میگی آقای آریانپور در ارتش نبوده، فقط مشاور بوده؟ اگه منظورت به بعد از انقلابه، بگو بعد از انقلاب در ارتش نبوده. تازه چه فرقی میکنه؟ شما میدونی اینجا کسانی که تجربهشون زیاد میشه بعد از اونجایی که بازنشست میشن یا حتی خودشون استعفا میدن بیرون، میرن بیرون، میدونی چه کار میکنن؟ کار مشاوره، کانسالتینگ. اصلا یکی از بزرگترین، پولسازترین، مهمترین مشاغل در آمریکا همین کانسالتینگ و مشاوره است. چرا؟ چون طرف وقتی میره بیرون دیگه اون قید و بندهایی رو که باید نداره، اونجوری که باید حقیقت رو میگه، اونجوری که باید مغزش رو به کار میبره. وقتی بابک دوست شماست میگه ما بیایم بدون قرض و مرض بشینیم نگاه کنیم، اگه ارتش شاهنشاهی یه کار خوب کرده بگیم خوب کرده، اگه اشتباه هم کردن، کامیشن گرفتن، زیر میزی پول گرفتن، سربی بیاد بگه بد کردن، شما هم اگه میخوای از آقای ایران آریانپور ایراد بگیری، ایرادت به جا، اصلا زنگ بزن پیامت هم پخش میکنه. ولی نکن اون کار رو، نه یا بگو ای آقای آریانپور توی ارتش نبوده، اون وقت دیگه ما بهت کلم پلو نمیدیم. اوکی، این یک. دوم، در رابطه با این کامیشن گرفتن و اینها، کامیشن گرفتن اون روزم توضیح دادم کار غلطی نیست. اصلا شما میتونم بگم یه سوم، اگه نگم یه دوم، یه سوم شغلهای تو آمریکا روی کامیشنه، روی بونسه. مهمترینش که شما هر روز ممکنه باهاش سر کار داشته باشی کارگرا و خدمتکاران رستوران ها هستن. اینا اصلا حقوق ندارن، حقوقی که دارن ساعت 2 دلاره. تیپ میگیرن که تیپ همون بونسیه، کامیشنیه که شما بهش میدید بر اثر سرویس خوبی که بهتون میدن، که متاسفانه میخوان اینجا رو هم خراب کنن. اون وقت میشه مثل پاریس، مثل لندن. شما میری میشینی، خانم 10 بار میاد رد میشه، یه بار نمیپرسه شما چیزی لازم داری. ولی اینجا شما ببینید حالا یکم بد شده، امیدوارم بهتر بشه. خوراکه رو میاره میذاره، قاشق چنگالی گرفتی دست، لقمه اولی رو برداشتی، میاد بهت میگه چجوریه، خوب بود؟ اگر اشکالی داره هم موقع بهش میگی که من میخواستم مثلا زیادتر پخته شده باشه، این کمتر پخته شده باشه. برمیداره میبره درستش میکنه، یکی دیگه میاره. متاسفانه سرویس هم اینجا داره بد میشه. در اصل ممنونم همشهری عزیز، ممنونم دیوید، ممنونم دوستان دیگه، و لطف کنید اگر
امکانات مالیتون بهتون اجازه میده تلویزیون مردم رو حمایت کنید. برعکس اون دوستی که زنگ زد و به حمایت از آقای دکتر نصر احمدی گفت که ایشون خیلی مقام والایی داره و نباید با پول چیز بشه، من برعکس میگم، من افتخار میکنم که اگر برای هدفم برم دم مترو وایسم، حتی $1 گدایی کنم، ولی بیام حرفمو بزنم. ما باید به اونجا برسیم، والا اینکه من کارمند فلانجا باشم، مای $6,000 بهم بدن، یه کاغذم بدن دستم، هر مزخرفی اونا نوشتن من مجبور بشم بخونم، چه فایده ای داره؟ طرف آمده بود پتیشن یا تومار پر کنیم که آقای سیامک دهقانپور برگرده اینجا. میگم آقا مگه وقتی اینو آوردن از من و شما پرسیدن چه کسی رو استخدام کنیم؟ چرا به خودتون دروغ میگید؟ آقای سیامک دهقانپور اینجا نیست که منافع من و شما رو به اصطلاح تأمین کنه. آقای سیامک دهقانپور استخدام شده، he got commissioned. حالا اون دوست من از شیرازی انگلیسی حرف زدن من ایراد میگیره، یه روزی بیا با هم صحبت کنیم. اینقدر به جای فوش دادن عصبانی شدن عمر خودتو کوتاه نکن، بیا ببینم دردت چیه، بگو سوربی اینو که گفتی غلطه، درستش رو من میدونم، والا این که من به جای های بگم های، به جای آب بگم اپ، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من 30 ساله با 2 بچه اومدم توی این مملکت، توی 15 سال زندگیمو ساختم. تو یه بیچاره هنوزم قول میدم باید مثل سگ بدوی که فردا کار نکنی حقوق نداری. اگه نه بیا ببینیم تو کی هستی من کی هستم. تو بابات فرستادتت اینجا، مامانتم بازوبنده، نمیدونم دعا بسته به سال یه دونه چغندرم به فلانجا آویزون کردن که چشم نخوری، آخرش هم هیچ کاره شدی. من آمدم دبیر بودم، ول کردم رفتم اینجا روزنامه پخش کردم، روزنامه نه، دفتر تلفن پخش کردم، رانندگی کردم، افتخار میکنم. اینجوری نباش، اقلا نشون بده اون عقده ها رو به قول بابک گذاشتی کنار. الان که اینجا هستی تلفنت رو که میترسی، پیام که میذاری که مجبوری میترسی. شما تو خیابون منو ببینی جرأت میکنی با من صحبت کنی؟ خب اگه جرأت نمیکنی از خودت بپرس من چه آدم احمقی هستم، چه آدم ترسویی هستم که اگر قایم بشم پشت تلفن میتونم زرزر کنم، ولی اگر این طرف رو ببینم ممکنه تو خودم خرابی کنم. آدم بشین، بیاین جلو صحبت کنید. بازم من میخوام هر کسی که میتونه تلویزیون مردم رو حمایت کنه حمایت کنه. مرسی دوستان عزیز، برنامه من همینجا به پایان میرسه، ولی از یکایک شما میخوام که تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. اگر این برنامه رو از روی یوتیوب میبینید، اون قسمت پایین، اون قسمتی که میگه سابسکرایب یا آبونه، نه که ماهیانه پول بدید، ممبر نه که مثلا یه چیزی داشته باشید، یعنی آقا اینو بذار اینجا که هر وقت سوربی یه ویدیوی جدیدی میذاره برای شما ایمیل بیاد، هی شما ننویسی آقا سوربی ایمیل جدید، برنامه جدید گذاشتی یا نه. ما با این همه بیننده که داریم 339 تا یا 390 تا سابسکرایب شده، ولی طرف میاد میگه اگر نمیدونم از واسن این خانم خوشت میاد بزن 16,000 تا سابسکرایبر داره، سابسکرایب داره. اون وقت یوتیوب به اونها امکانات بیشتری میده. البته الان عوض کرده یوتیوب، فهمیدی که بابا اینا مزخرف، اون موقع میگه باید 10,000 تا داشته باشی تا بذاریم نمیدونم لایو شو داشته باشی، بعد میگفت 1,000 تا داشته باشی. الان شما 2 تا هم داشته باشی میتونید پروگرام زنده با یوتیوب پخش کنید، مینیمومش 8 ساعته. دوستان اگه کسی میخواد تلویزیون خودش رو داشته باشه، با ماهی $300 با ماهی $450 میتونید شما 24 ساعت تلویزیون خودتون رو داشته باشید و محتاج هیچ کس نباشید. این از این دیگه، چیز دیگه ای نمیدونم که نگفته باشم. و باز هم از آقای گلچین ممنونم، از بابک ایرانی ممنونم، از این همشهریمون که اسمش رو نمیگه ممنونم. آخه گفتن یه اسم چه اشکال داره؟ بگو اسم من احمده، اسم من محموده، اسم من رضاست. حتی اگه یه اسم دروغی گفته باشی، ولی به این اسم دیگه خودتون رو عادت بدین که من وقتی صحبت میکنم بفهمم یه شخصی اونجا وجود داره. نمیدونم abcdef@yahoo.com این به چه درد من میخوره؟ تازه اونو بنویس، بله هیچ کسی نیاد کپی کنه ایمیل شما رو، واو چه کار میکنن. ولی پایین ایمیلت بنویس مثلا یا بدرود حسن علی یا بدرود کوروش فرزند داریوش. نمیدونم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. آخر هفته است، اگر اهل مشروب هستید
بنوشید تا اونجایی که لذت ببرید و باعث کشته شدن و بیمارستان رفتن و تصادف دیگران نشه. اگر مست کردید، حتی اگه شده ماشینتون رو یه جا پارک کنید با تاکسی برید فردا برید اون رو بیارید، 60-70 دلار، 200 دلار، 300 دلار اگه ضرر بدید، بهتر از اینه که بیاین تصادف کنید، سالهای سال پشیمون باشید یا خودتون یا دیگران رو ناقص کنید. مرسی، امیدوارم که باز هم بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. خدا نگهدار، به امید دیدم. این خدا نگهدار، من اصلا میدونید آقای مینویی دیروز تو برنامهش میگه خدا حافظ، بنده خدا هول شد و بعد میگه ببخشید گفتم خدا حافظ. آقای مینویی مهم نیست، هر جور دلت میخواد صحبت کن، بگو سلام، بگو خدا حافظ، یه روز بگو درود، یه روز بگو بدرود، یه روز بگو حپال هول پول، یه روز بگو هی سی یو لیدر، راحت باشید. اومدیم خارج که راحت باشیم، امیدوارم بتونیم این فرهنگ راحت بودن رو با این چیزای خوب اینها، با چیزای خوب ایرانی قاطی کنیم تا یه زندگی بهتری داشته باشیم. مرسی.